خب دوستان عزیز، با سلام به شما، و اگر اهل درود هستید با درود به شما، درود 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 ورود ورود. و امیدوارم که آخر هفته خوبی، شنبه و یه شنبه خوبی، جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بتونیم دوشنبه بهتری داشته باشیم. امروز 12 آگست سال 2019 میلادیه و برابر است با 21 مرداد ماه 1398. هوا هم گرم هست. این فصل اگه اشتباه نکنم توی ایران بهش میگفتن فصل خرماپزون. اونایی که اهل بم و خوزستان و اینها هستن میدونن که توی این ماه، ماه مرداد، با اون شرجیایی که میشه خرماها حال میان. چقدر خرما خوشمزه است وقتی اون باکسش رو، جعبهش رو که میگیری یک کمی هم شیره انداخته برای آدم های شیره ای. خب خیلی ممنون. میگه که آقای مصبا، درود به مجری خوشرو تلویزیون مردم. خیلی ممنون، درود به شما بیننده خوشرو و خوش اخلاق. این یک آقای بود فکر کنم اسمش کاووس، فامیلیش یادم نیچی بود، یه چیز اینجوری بود، و ایشون هم تار میزد، هم درویش بود، هم فرش میفروخت، و اولین کسی بود که برنامه فرش فروشی رو در تلویزیونای ایرانی راه انداخت. و هر وقت فرش میخواستن بفروشن، یه نفر که فرش میخرید میگفت من حالا برای شما یه آهنگ خوشگلم میزنم که شما هر وقت این فرش رو میبینید تو خونتون به یاد این آهنگ باشید، و با تار یه آهنگ قشنگ میزد. این آقا همون کسیه که تار رو درست کرد که تارش به جای یک دسته و 6 تا سیم 2 تا دسته داشت و 12 سیم. این کار آمریکاییان با گیتار انجام دادن. در هر صورت حالا شما گفتید خوشرو، صحبت از ایشون شد و ما هم گفتیم که یادی از ایشون کرده باشیم. خیلی آدم ها رو ما باشون آشنا شدیم در طی این 20 سالی که در کار رادیو تلویزیون هستیم، و خیلی خوشحالیم از آشنایی با بعضیا، و بعضی وقتا آدم احساس شرم میکنه از آشنایی با بعضی از دیگر به اصطلاح ایرانی ها. و بالاخره مجموعه از خوب و بد با همه و میگذره. حسن زندگی اینه که میگذره. میگن اگر نمیگذشت ما همه خفه میشدیم. خب چه حال چه خبر اونایی که طرفدار ترامپ هستی؟ گوش کنید، این آقای اسکروچی بود، موچ بود، چی بود، آمد 11 روز سخنگوی این بود، یکی از این بزن بهادرای مافیایی نیویورک، خیلی پولداره. اینم دیگه از دست ترامپ جونش به لبش رسید و گفت enough is enough. همون شعری بود که میگفت بس دیگه، سوختم، شعله رو خاموش کن. خانم محسنی میخوام یادش بخیر. این اونم گفت که ریپابلیکنا، حزب جمهوری خواه، اگه میخواد حزبشون از بین نره و با یک به اصطلاح اسم بدی از بین نره، باید یک نفر دیگر جای این مردک دیوانه بیارن. این تنها کسیه که وقتی خودش رئیس جمهوره به رئیس جمهورهای قبلی توهین، به رئیس جمهورهای قبلی تهمت، آخرین تهمتش یه آقایی توی زندان خودکشی کرده، بله میگن شاید خودکشونده باشنش، و این آقا کسیه که گویا برای کلینتون، برای همین ترامپ، برای دیگران دخترای جوون رو میبرده. وقتی میگیم دختر جوون، شما میتونی 80 سالت باشه با یه دختر 18 ساله سن قانونی هر غلطی میخوای بکنی، این قانونی، ولی وقتی میگیم جوون زیر سن 18 سال، این دخترها رو میبردن توی جزیره‌ای. این آقای پولدارم هواپیما تهیه میکرده اینا رو، هواپیمای خودش هستن، اینا رو میبرده اونجا و اینا خوش میگذروندن. وقتی که مردم دنیا فکر میکنن که این رهبران جهان رفتن نشستن اونجا تا مشکلات و معضلات دنیا رو حل کنن، اونها داشتن چیکار میکردن؟ شهوات و لذات به اصطلاح جنسی از دختر بچه ها، شاید بعضی وقتا هم پسر بچه هایی که زیر سن قانونی بودن،
حالا دیگه شما ببین چه زندگی هست و بیچاره مردمی که نشستن که اینها بیان نجات شده. امروز بازی دوستی همین خانم مینا خانم برای من فرستاده بود ویدیوی امید دانا رو نگاه کن. میگم خانم میدونم، من ایشونو میشناسم و شما اگر الان از صحبتهای ایشون لذت میبری به این دلیله که ایشون داره حرف دل شما رو میزنه. حالا حرف دل من و شما چیه دوستان؟ من یک کلاس سه روزه رفتم و تو این به شما یاد میده که بعضی وقتا بیننده و به اصطلاح حضار رو توی جلسه ناراحت نکن، چیزی برخلاف این که اینا میدونن نگو، چون هیچ کس دوست نداره چیزای جدید بشنوه، هیچ کس دوست نداره بهش بگی تا امروز تو اشتباه میکردی و قبولش براشون سخت. میگم خب خانم عزیز، دوست گرامی، کاکوی نازنین من، خواهر گل من، از خودت بپرس امروز من از اولی که برنامه این آقا رو نگاه کردم تا الان چه چیزی گفت که من نمیدونستم، بعد اونو به من بگو. آره من نوشته نه شما دل ندادی به این برنامه. ای بابا، وقت ما این بیچاره پرویز بابایان بلاک میکنیم که ما گفته آقا تو برنامه به جای این که دل و قلبه بدی به آقای فیروزی، مثل که ایرانی ها برای تماشا کردن برنامه و برای برنامه اجرا کردن اونجا هم دل و قلبه میدن، میگفت دل میده قلبه میگیره. بمانه کارمون خیلی خرابه. این مینا خانم یه ویدیو دیگه برای من فرستاده، یه خانمی از کالیفرنیا زنگ میزنه به این آقا که آقا اصلا تو چشم گوش منو باز کردی و من برنامه هیچ کس دیگر رو نگاه نمی کنم. خدا شاهد سر دو دقیقه نشد گفت برنامه فلانی رو میبینم، برنامه فلانی رو میبینم. راستی اصلا شما میشه یه برنامه درست کنی راجع به مونانی خدا بخشیان؟ اینو داشته باشی. این بیننده ماست سر تا سر دروغ. حالا نوبت اون آقای امید دانا شد. اون میگه نه آقا این پیرمرد، خانم این پیرمرد مزخرف میگه دیگه، به اصطلاح مخیلات میگفتن چی میگفتن دیگه، این مغزش دست خودش نیست و فلان اینها، ولش کن من برنامه هاشو نگاه نمی کنم. بعد شروع میکنه یکی یکی برنامه های اونو میگه که اینجا اینجوری گفت، به علیرضا امیرقاسمی اونو گفت، تو اون برنامه اونو گفت. من نمیدونم چه اجباری داریم دروغ بگیم، حتی سر نگاه کردن برنامه و نگاه نکردن. اولا خاک بر سر ما که نگاه نکردن برنامه ایرانی برامون شده افتخار. یادتونه اون وقتا روشن فکران ما یکی از به اصطلاح افتخاراتشون این بود من که فیلمای ایرانی نمیبینم. احمق، اگه رفته بودی فیلم ایرانی رو دیده بودی، اگه مغزت به کار افتاده بود باهاشون مقابله میکردی، با آقای فردین، بیگمان وردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز بسوقی، میگفتی آقا این چی، شما میری وسط لنگو پاچه این خانم میخوابی که چی بشه، بیان یه فیلم درست کنی، یه فیلم از وضعیت. یعنی شما این افتخارت نباید باشه، شما الان باید این یکی از ننگای زندگیت باشه که نرفتی نگاه کنی، نرفتی ببینی در جامعت چی میگذره. خب بله، آنتونی اسکارموچی، بله اسم این آقا آنتونی اسکارموچیه. اگه نگاش کنید خیلی آدم شارپیه، اولا این خیلی پولداره، البته بماند همه میگن آقا کسی نمیتونه اینجا پولدار بشه، پولدارای به این به اصطلاح حد، مگر اینکه کارهای خلاف کرده باشه. حالا هر کی میگه نه میشه با کار معمولی هم پولدار شد، اینم مثل شاو و حقوقش رو اینا، شما بیار به من بگو ببینم آقا سالی چند میگیری، چند سال کار کردی، همش هم ما میگیم اصلا هیچی نخوردی، نه اجاره دادی، نه پول بنزین، همه رو پسنداز کردی، گذاشتی هم یه جا، سالیانم سود خوبی ازش دریافت کردی، ولی حاصل همه اینا این نمیشه الا اینکه شما میگی آها من یه فامیلی داشتم، داشت به من میگفت اینجا فرودگاه میزنن، منم فوری رفتم بغلش زمین خریدم. این آقای بهمن باتمانگلیچ که چند ماه پیش فوت شد این کار کرد، خودش و خانوادهش رفت بودن تمام زمینای دالاس ایرپورت، نزدیک دالاس ایرپورت رو زمانی خریده بودن که اینا بهشون یکی گفته بود که اینجا میخواد بهش فرودگاه، همه هم پولدار و اینا، البته همیشه هم گدا بود، همیشه هم از این اون، حتی از یه آدم یلاقبایی مثل من که برش رفته بود کار کرده بود قرض میکرد، قرض میکرد، یعنی اول پولشو نمیداد بعد میگه آره شما به من قرض دادی من بهت میدم، اینجوری بود. بمانه میگه اسکراموچی had his own law firm, his Harvard graduate. آقا خیلی های دیگه هم هستن Harvard graduate شدن ولی هفتشون گروه بیستشونه.
لافرم هم ما میدونیم درآمدهای خوبی داره، ولی اینجوری که این میلیونر شده، اینجوری که این میلیاردر شده، من فکر نمی کنم از لافرم و اینها باشه. آقای مانی نوشته بیل گیت. خب مثال درستی زدی، ساکت میشم. من میگه بیل گیت آمد یه سافتوری رو توی گاراژ خونش، یه آدمی که مدرسه رو تموم نکرد، دانشگاه رو تموم نکرد، ول کرد اومد با دوستش رفتن یه چیز تهیه کردن و به نام مایکروسافت، و یه ویژنی داشتن، یه دیدگاهی داشتن، آینده رو دید. گفت که اگه یه چیزتون بگم ممکنه باور نکنید، من یکی از دلایلی که اومدم سراغ تلویزیون اینترنت همین آقای بیل گیت. بیل گیت یه مصاحبه‌ای با باربارا والتر داره، وقتی خونه‌شو عوض کرد و اومد خونه جدید، گفت که تلویزیون اینجوری که شما نگاه میکنید دیگه تموم شد، یه قوطی به این گندگی بهتون بدن بذارن اونجا، شما هی بشینی کانال عوض کنی. تلویزیون میاد رو اینترنت، اینترنت هر وقت شما میخوای هر فیلمی رو شما میخوای نگاه میکنی، و الان داریم میبینیم این نتفلیکس و هلو و مولو و گلو و اینها، رکو و مکو و تلویزیون مردم و اینها این کار برای شما انجام داده. شما شب ساعت دو میای نمیگی حالا هیچی نیست من بشنم آهنگ مرضیه گوش کنم، میزنی هر برنامه‌ای رو که ضبط کردن فوری گذاشتن، شما میای نگاه میکنی، یا هزاران برنامه زنده هم موقع در حال پخش. در صورت شما درست میگی، ممنونم، متشکرم که من رو تصحیح کردی. و اما آقای مصبا میگه که درود بر شما، حتما شما فرشته هستید. آقای سوربی را گفتم خوش رو، چون ایشان را چندین بار ملاقات کردم و ایشان واقعا خوش رو و خوش برخورد هستن. خب اگر به ایشون میگی خوش رو، پس من فرشتم. آقای مانی ما فکر کردیم شد دوست ما هستی، اذیت نکن دیگه. حالا یه نفرم که تعارف کرده یه انقدی به ما اعتبار داده، فوری تو پریدی وسط گفتی منم میخوام، بده آقا، بده به آقای مانی خورسندی تا خورسند بشه. خب دوستان عزیز، امروز ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 48 دقیقه دیگه، شما رو میبریم به یک سفری اونور اقیانوس و در اروپا. با آقای فرزاد نیساری صحبت میکنیم. آقای فرزاد نیساری چی؟ کسی هست که هفته پیش یک نوشته ای رو گذاشت و گفت که اگه قراره که به اصطلاح در ایران رئیس جمهور و جمهوری و فلان و انتخابات باشه، خب منم میخوام رئیس جمهور بشم. اگه قراره پادشاهی باشه، منم میخوام پادشاه بشم. و ما گفتیم که خب این که نمیشه، آدم باید بگه چی میخواد تا بره دنبال اون. ایشون گفت من میگم که چرا اینجوری صحبت میکنم و اینها، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک با ایشون صحبت میکنم. ولی اگه یادتون باشه 1-2 هفته گذشته من با یک ایرانی صحبت کردم به نام آقای علیرضا کریمی، ممنونم، پدر ایشون لطف کرد، زنگ زد، پیغام گذاشت، تشکر کرد که آقا کمک میکنی به پسر من. و من چون به آقای شادانلو قول داده بودم که توی این ویکند تماس میگیرم، پریروز زنگ زدم، یه شماره، 2 تا شماره تلفن آقای شادانلو به من داده بود. اون اولی اصلا مال این قسمت ها نیست، کار نمیکنه، مال پول بریزی برای دوستات فامیلت که در زندان هستن و اینها. تلفن دومی که زنگ زدم شنبه نگرفت، لابد شلوغ بوده. دیروز که گرفت یه آقای گوشی رو برداشت و گفت فرانت دسک، و گفتم میخوام با فلانی صحبت کنم، گفت که شمارهشو بده، شمارهشو دادیم، ای نمبرش و اینها. بعد گفت اینا نمیتونه کسی باش صحبت کنه، شما زنگ میزنی ما میریم، مثل پیجر حقیقتا، شما زنگ میزنی ما میریم بهش میگیم آقای فلانی یه نفر میخواد با شما زنگ بزنه، اینم شمارهش، اون زنگ میزنه. به دو دلیل، یکی زندانیا پول تلفنشون رو خودشون بدن، دوم اینکه مزاحم مردم نشن. چون یه مدتی یک حرکتی از تو زندانا راه افتاده بود، طرف زنگ میزد به اون میگفت که اگر مثلا تو بری شهادت بدی من خانوادت رو میکشم، تهدید میکردن، باج میگرفتن و اینها. و این شد که دیگه الان تلفن‌ها به این صورته. خدای نکرده اگر یک کسی از دوستای شما، فامیل شما رفته باشه زندان، اون از اونجا زنگ میزنه به شماره شما، یه دستگاهی میاد، همین کامپیوتری که مترو صداش میشنوید، این برور صداش میشنوید، این خانومه به شما میگه که یه نفر میخواد از اون وقت اسم اونو پخش میکنه، یه نفر میخواد از زندان فلان با شما تماس بگیره، شما میخوای یا نه؟ اگه نخواستی قطعش میکنی، دیگه هیچ مسئله نیست. قدیما که طرف زنگ میزد میگفت کلکا،
و کلکال هم چقدر گرون بود. کلکال یعنی اون زنگ میزنه تو پولشو بده. بماند دیروز که ما زنگ زدیم این آقا شماره ما رو گرفت و اینها که زنگ میزنه، ولی امروز آقای شادانلو به من گفت که این آقا رو برگردوندن کانادا و الان در کانادا به اصطلاح بازداشت هست. حالا ما اون دفعه گفتیم زندان، خود آقای کریمی گفت نه من زندان نیستم، من بازداشت هستم. اینجا دو تا چیز دارم، مثلا کلانتری بازداشتگاه داشت و زندان، یا زیر دادگستری میگفتن بازداشتگاه داره و زندان، اینا فرق میکنه. اینجا هم یکی هست جیل. جیل شما هر پلیس استیشنی که رد بشی یه اتاقی رو گذاشته اون جیل، دادگاه جیل داره، ولی از اونجا شما رو منتقل میکنن به یه زندان، اون بهش میگن پریزن. در هر صورت اینم ماجرا. و آقای کریمی به سلام و صلوات برگشته رفته کانادا. من با آقای شادانلو گفتم با پدر ایشون صحبت کنید، این صحبتایی که آقای کریمی میکنه به نظر من منطقی نیست، شاید ایشون احتیاج به کمک داشته باشه. و حالا اگر آقای شادانلو صحبت کرد و به ما خبر داد، ما هم به شما خبر میدیم. این از این ماجرا برای افرادی که میپرسیدن ماجرا چی شد و به کجا رسید. معمولا خب یه نفر دیگه هم بود که متهم بود که هم همسر قبلیشو کشته و هم شوهر فعلی همسر قبلیش. بعد اون آقا گفت که اینها منو ستب کردن. ستب یعنی برای من پاپوش ساختن. اونایی که باور ندارن مگه میشه آقا توی کانادا توی آمریکا برای کسی پاپوش بسازن، اجازه بدید من تشکر کنم از سعید و برم این نوشته ای رو که ایشون فرستاده و توش نشون میده که بله اینجا پاپوش میسازن، اینجا مواد میذارن تو خونه طرف، اینجا مواد میذارن تو ماشین طرف، و اینجا هم بالاخره افراد نابابی در دستگاه های دولتی، در دستگاه اجرایی و نمیدونم انتظامی و اینا هستن. انتظامی هم پلیس و اینها میشه، اجرایی هم اون قسمت دادگاه و اینها میشه. شما مثلا اگه یکی بهتون بگه آقا پلیس لس آنجلس آمده کوکائین گذاشته توی چیز، باورت نمیشه. البته این خبری که فرستاده تاریخش مال نوامبر 2017 است، ولی این یه چیزیه که به اصطلاح هر روز داره اتفاق میفته، چون یه خبر دیگه یه جایی هست که میگه یه دادستانی گفته ما هزاران پرونده داریم که پلیس به اصطلاح آمده و این کار غیرقانونی انجام داده. ببینید LA یعنی لس آنجلس، PD یعنی پلیس دیپارتمنت، LAPD officer accidentally filmed himself putting cocaine in a suspect wallet. میگه که این تصادفاً فیلم گرفته که این خودش داره کوکائین میذاره توی کیف اون آقا، اون کیف آقا رو زمینه و این کوکائین داره میذاره. البته این فیلم ها رو باید از اول نگاه کنی، نه فقط از یک قسمتش. ممنونم از آقای لطیف زمانی از انگلستان، میگه درود بر شما و شنوندگان و بینندگان خوب شما. آقا اون بدارم شما بگو بهشون درود، همه بیننده ما که خوب نیستن، بیننده های بد هم داریم، به اونها هم سلام کنید تا اونها هم یه روز خوب بشن. و اما آقای فرهاد هم زمانیان از ایران، ایشون با اون عکسای قشنگی که درست میکنن تناز هستن، طنز میگن با همون عکس ها، و برید ببینید چه عکس هایی درست میکنن از رضا پهلوی از دیگران. و امروزی که از دوستان خوب ما این آقای امیر طاهری، ببینید اینا تو ایران فکر میکردن ژورنالیست و روزنامه نگارن. آقا شما روزی نامه نگار بودید، یعنی برای کار برای حقوق میرفتی و میدونستی که حرف بالا و پایین اگه بزنی اخراجی، پات کجراز بذاری اخراجی، به خاطر اینکه یک حقوقی داشته باشی یه حرف میزدی. حالا چهار تا نو خبرنگارم بودید، میرفتید میگفتی مثلا امروز سرا آذری هندون فروشی رو مثلا گرفتن، یا امروز سرا آذری این ماشین تصادف کرد، خبر رو منتقل میکرد. ولی ما ژورنالیست نداشتیم. شما به من بگید تو ایران، الان میدونم این مانی خورسندی چند تا مثال برام میاد، تو ایران کدوم ژورنالیستی داشتید که بره و پرده از یک ماجرای بزرگ و اینها رو چه در زمان شاه و چه در زمان شیخ برداره؟ حقیقتش الان ما بیشتر میبینیم چپ و راست افشا میشن، مامورین دولتی،
آقازاده ها، دستندرکاران، شاید به این شکرانه این اینترنت و سوشال میدیاست. ولی به من بگید کدوم با در زمان شاه یه ژورنالیستی، همین آقای امیر طاهری که حالا تازه مردکه سر پیری، میگه من اشتباه کردم که قربون شاه نرفتم، من اشتباه کردم که پوتینشون رو نبوسیدم. آخه یکی نیست به این بگه احمق، وظیفه خبرنگار این نیست که چاپلوسی کنه، وظیفه خبرنگار و ژورنالیست این نیست که پای شاه و شیخ رو ببوسه، و اگه شما این کارو نکردید دیگران این کار رو کردن، و همون پابوسیدن ها، همون چکمه بوسیدن ها این بدبخت ها رو تبدیل به دیکتاتور کرد. دیکتاتورایی که امروز شما نمیتونی اسم 4 تا پادشاه رو بیاری که در کشور خودمون خاک شده باشن. یعنی ایرانی ها دریغ کردن حتی اینا رو توی خاک قبول کنن. اون وقت تو مردک حالا انگلستان زندگی میکنی، برداشتی یک کتابی نوشتی برای که شاه الله یا چند تا نسخه ازت بخرن، هی داری قربون صدقه یا مرده میری. برای این دوستمون فرستادم گفتم شما این عکس‌ها رو نگاه کن، این مردک که میگید من خیلی پشیمونم که شاه رو به اصطلاح قربون صدقش نرفتم، این رو اگه اشتباه نکنم آقای خوشنودی گذاشته بود. شما این عکس رو نگاه کنید، این روزنامه ایرانه. البته کار درست اینه که این عکس رو در 2 قسمت بذارن، اون روزنامه نوشتش کامل باشه، چون اینجوری که این از هر به اصطلاح ستونی چند تا خط میخونی این مقاله کامل نیست. ولی شما عکس رو نگاه کنید، اولا آقای هویدا تبریک عید قربان را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر معروض می‌دارد. در عکس آقایان آموزگار، خرعتبری، پهلبد و هدایتی نیز دیده می شدند. شاهنشاه گفت مسلمانان برادران لبنانی را از یاد نخواهند برد. اینایی که الان همی پرین بالا و پایین که چرا تو لبنان پارک ساختن آخوندا، آقا این پدر آخوندا، این آقای شاه اسلام پناه، حالا اون از جنگ و دخالت و زفار سرباز فرستادن به جای خود، اینم از لبنان، میگه که در پیشگاه شاهنشاه آریامهر مراسم سلام عید قربان در کاخ نیاوران برگزار شد. در ساعت 10 صبح هیئت وزیران شرفیاب شدند و امیر عباس هویدا از جانب خود و هیئت وزیران عید قربان را تبریک عرض کرد. شاهنشاه آریامهر، متاسفانه میگم این هر کی این کار کرده این کار درستی انجام نداده، باید اون عکس رو بالا میگرفتن، بعد یه قسمتی از همون زیر عکس رو دوباره نشون میدن که به مردم هم بگن ما چیزی رو کات نکردیم، چیزی رو سانسور نکردیم. ما اولین اصول به اصطلاح روزنامه نگاری و نشر و پخش و اینها رو هم بلد نیستیم، رعایت نمی کنیم. در هر صورت میگه که با این امید و با پیوستن به صدها هزار نفر از مسلمانانی که در این لحظه بزرگ در خانه خدا مراسم عید قربان را برگزار می‌کنند، دست به دعا بر می‌داریم و از قادر متعال مسئلت می‌کنیم که مسلمانان و همچنین سایر مردم جهان را مشمول عنایت خود قرار دهند. انشاءالله مسلمانان خواهند توانست حقوق دیگری را که به آنها تعلق دارد به دست آورند، از همین مزخرفاتی که همه آخوندها میگن و الی آخر. خب این شاهی بوده که آقای امیر طاهری ناراحته که چرا نرفته پوتینشو ماچ کنه. خب اینم پسرش، اون وقتا میگفتن که امریکایی ها میگن، یا یه شعری داشتیم پدر کو ندارد نشان از پسر، نخانش پسر بگو غریبه، یه همچیز. شما نگاه کنید به این عکس، این روزنامه یا نشریه یا هفته‌نامه ایرانیان هست که به همت آقای مختار چاپ میشه. ببینید من این قسمت رو برای شما بزرگتر کنم، این دیگه راحت کرده همه رو. بله نگاه کنید، تاریخشم اول تیر 1397، یعنی پارسال 13 ماه پیش. ببینید چی نوشته. رضا پهلوی گفت اگر یک تصمیم گیر مسئول میخواهید بروید دنبال جمهوری، او میگوید در رگهای من الزامن خون سلطنتی نیست و در اساس جمهوری خواه هستم. ای بابا، طرف میگه من جمهوری خواه هستم، من نرم، اینا میگن نه خیر بیا اینجا بشیم، ما میخوان بدوشیم، شیر میخوان. آقا میگه نره، میگه نه باید بدوشم تا شیرش در بره. خب اینوستیگیت ریپورتر، بله میگه بود ولی نمینوشتن. خب اگه بود نمینوشتن چه فایده ای؟
نبودش که بهتر بود. اگه ما خبرنگار رو به قول ایشون اینوستیگیت یعنی تحقیق کردن، ریپورت دارم یعنی ریپورت کردن، خبر رساندن. خب کدوم خبرنگار محقق ما داشتیم که بره بگه آقای شریعتی شما که آمدی این حسینیه ارشاد رو زدی، این پول از کجا آمده؟ بعد بره پشتش ببینه که این پول رو ساواک داده به آقای نصر، حسین نصر، مبل و نمیدونم ساختمون و همه چی رو ساواک داده. و شما ببینید تو کشوری که ساواک میدوید بچه ها رو میگرفت که چرا یک کتاب خوندی، یه دفعه حسینیه ارشاد علم میشه. همش برمیگرده به شاه اسلام پناه. ولی دوستانی مثل خانم نیه، مثل دیگران که یه عشق و علاقهی دارن، متوجه شدن مخصوصا خانم ها، متوجه شدن مخصوصا خانم هایی که اون موقعی که مثلا شاه 25-30 سالش بوده، اینا 17-18 سالشون بوده و مثل اینکه اینجا عاشق هنرپیشه میشن. شاه هنرپیشه بسیار خوبی بود، در این قسمت من هیچ حرفی ندارم. اگه هنرپیشه نبود نمیتونست یه آدمی که دیپلم نداره به یه ملتی بگه من همه چیز رو بهتر از شما میدونم. این هنرپیشه خوبی بود. این خانما اینا عاشق شاه بودن، یعنی همشون خداییش یه جوری حسودیشون میشه که چرا فرح رفت زن شاه شد و اگه ما بودیم این شاه موفق میشد، فلان میشد، فرح چون نمیدونم گاهی وقتی این برنامه میپرید و بازی میکرد و حتی به پسرخاله خودش گفته من اختیار وسط پامو ندارم، تو میری به مادر من گزارش میدی. میگن اگر شاه حیفش شد، اسیر این زن شد. میگم خب خانم این شاه که زنش رو نتونست انتخاب کنه، دوستش رو نتونست انتخاب کنه، دوستای خارجیش هم نتونست انتخاب کنه، خب این ما ملت احمق باید باشیم. درست میگن، میگن ملت احمق بود که انقلاب کرد. ما ملت احمقی بودیم که یه نفری که احمق‌تر از دیگران بود گذاشته بودیم رأس کار، اگه ما گذاشته بودیم. ولی ما نگذاشته بودیم که بیان برگردیم ببینیم امرو براتون چی نوشته. یه خانم پیام گذاشته، بذارید من پیام ایشون رو پخش کنم و بعد بریم به اصطلاح ببینیم که کجای کار هستیم و چه باید کرد. و اما پیام این دوستمون، شماره تلفنشون هم از ایریا کد 608 بود، 806 بود نمیدونم، ولی پیداش کردم. چقدر خوب شد. اوکی ببینید اینجا پلی مسیج، اینجا. الو سلام آقای بزرگی، من خواستم این کتابای آقای انصاری رو از کجا باید تهیه کرد؟ بله من این پیام شما رو برای آقای انصاری فرستادم و از ایشون خواستم که با شما تماس بگیره. متاسفانه یکی از اشکالایی که ما در تلویزیون مردم داریم به خاطر اینکه نفرات نداریم، سکرتر و منشی و نمیدونم رئیس دفتر و اینها نداریم، ما نمیتونیم برای افرادی که اینجا برنامه دارن یا مهمون برنامه هستن کار منشی خصوصیشون انجام بدیم، کار رئیس دفترشون انجام بدیم. این روزا میگن اکزیکیتیو اسیستنت رو انجام بدیم، مثلا من بیام حالا با آقای چیز تماس بگیرم، بعد اون بگه کتاب فروشی فلان، بعد به شما تماس بگیرم. اینا وقت میخواد، وقت عمره. اون وقتا میگفتن وقت طلاست، الان وقت این عمر من و شماست که من ندارم این وقت رو. که یه دوستی هم روی فیسبوک، خب خانم شما روی فیسبوک برای من مینویسید، برای خود آقای انصاری بنویسید. حالا این خانم ممکنه دسترسی به فیسبوک و اینها نداشته باشه، ولی نمیدونم، حقیقت ما ایرانی ها خیلی تنبل هستیم، خیلی آماده خور هستیم. بله میگه که lack of investigate reporter. آهان کم میگه ما کمبوده. آخه ببینید چجوری کمبود پیدا میشه. الان شما نگاه کن، اگر 4 سال دیگه این ترامپ همین برنامه ای که خبرنگارا رو این برون بر را نمیده، پنتاگون گزارش نمیده، اینا رو ادامه بده، بعد اصلا رشته ای به نام این که شما بشی خبرنگار وایت هاوس از بین میره. وایت هاوس کورسپاندنت دیگه کسی نمیره. میدونی میگه خب این که نمیذاره من برم برای چی؟ تو ایران کمبود نبود، دلیلش وجود دیکتاتور بود. دیکتاتور باعث میشه که اصلا همچین شغلی وجود خارجی پیدا نکنه. وقتی هم یه شغلی وجود نداره کسی نمیره اون رشته رو بخونه. که در صورت ممنونم میفهمم چی میگی. خب
میگه گمانم که رفته مامانش ددر. من نمیفهمم منظور شما چی هست، به کی هست. بارها گفتم آقای مانی خراسانی، چون من اینجا سه تا مانیتور فعال دارم که نگاهشون میکنم، حالا یه مانیتور دیگه اون پایین و دورتری که خیلی کاری بهش ندارم، من تا اینو نگاه میکنم، تا اینو نگاه میکنم، تا اینو برمیگردم میخونم، از یه مطلبی رفتم به یه مطلب دیگه. شما باید بزرگی کنی وقتی راجع به یه چیزی می‌نویسی، مثلا بنویسی مامان فلانی. این خیلی ساده است، یه کلمه، حالا یا مامان رضوان یا مامان طاهریه یا هر کی. اینو من نمیدونم چرا ما اینقدر خسیس هستیم. آقا ما که تلگرافی شما رو چارج نمی‌کنیم. تازه گمانم که رفته مامانش دردر، سه تا چهار تا کلمه اضافی می‌نویسین ولی اسم طرف رو نمی‌نویسین. تازه الان ایشون نویسنده است، شاعر، طناز، خاک بر سر من بیچاره، من چیکار کنم؟ آها شاهان میگه شعر پدر کو ندارد نشان از پدر، پسر کو ندارد نشان از پدر رو که خوندی، چون نشان نداره فکر کنم که مامانش رفته دده. حالا شما اینو داشته باش، میخوام بهتون بگم من پرشب یه مهمونی بودم، خیلی آشنا شدم با افراد مختلفی، واقعا برنامه خوبی بود. اولین حسنش این بود که مشروب صرف نمیشه و ما تا تونستیم دو خوردیم بمانه. دوم این که یه دوستی بود اونجا، خیلی به ضرب المثل ها هی رجوع میکرد و میخواست اونا رو ملاک کار قرار بده. جالبه، گفتم آقا ما این ضرب المثل ها رو داریم، شما همین مثال پدر پسر شما نگاه کن، میگه پسری که از پدرش نشان نداره چنین و چنان، بعد اینجا میگه که دیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، یعنی زد و نقیز. به اون دوستمون گفتم آقا ضرب المثل های ما، یکی میگه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، همون میگه نمیدونم بد اخلاقا چی، نادانا، چون گردو برگردکان، یه چیز بگید دیگه، نااهل را، خلاصه یه چیزی اینجوری که یعنی تربیت برای آدم های بی تربیت مثل یه گردویه که شما روی گنبد نگهداری، این وای نمیسه، کار نمیکنه. البته این روزا وسیله هست که وصل میکنی به داشبوردت، گردو رو روی گنبد نگه میداره احتمال. بله، امتحان کنم یه عکس رضا پروی رو بفرستم، عکس معمولی، تمام لایک کننده ها خانم هستن، شما درست گفتید. بله، این آقای فرهاد داره میگه من امتحان میکنم، یه عکس رضا پهلوی رو که میفرستم اونایی که لایک میکنن تمامشون خانم ها هستن. آقا فقط تو ایران اینجوری نیست، اینجا مسابقه میذاره برای خوانندگی، برای هنر، برای ماجیشن، برای نمیدونم شعبده باز فلان، میگه تعداد خانم ها مخصوصا دختر خانم های جوون بیشتر رأی میدن، بیشتر درگیر میشن با اینا. میگه پسره اگه میاد 19 سالشه میخونه، بیشتر اونایی که بهش رأی دادن دخترای 16-17 ساله هستن. ولی یه خواننده دیگه میاد مثلا 50 سالشه، صداش از اون بهتر، آهنگش بهتر فلان، اینا هیچ که بهش رأی نمیده. متاسفانه هست، چه باید کرد من نمیدونم. بله، دارم رانندگی میکنم، حواست باشه آقا، میگه دارم رانندگی میگن، دارم رانندگی میکنم. خب خیلی هم خوب، ببینید الان چه دور و زمانی شده که دوستمون داره رانندگی میکنه، داره برنامه ما رو گوش میده یا میبینه، حتی این روزا که دیگه اون وقتا یادمه ما یه تلویزیون خریدیم 50 دلار سیاه و سفید، انقدی آنتنش انقدی این ورور میزدیم که بعضا تا تو سرمون تو چشمون میخورد، میذاشتیم وقتی منتظر بودیم برنامه نگاه کنیم. روش اصلا یادداشت نوشته بود، از رادیو شک خریده بودم، که مواظب باشین اگه اینو جایی بذارین که جلو راننده باشه جریمه میشین، پلیس شما رو میگیره جریمتون میکنه، این باید از پشت سر باشه. اتوبوس ها دقت کنید، برای شما 20 تا تلویزیون گذاشته ولی یکیش جلو راننده نیست، از پشت سر راننده شروع میشه. ولی این روزا شما نگاه کن تلفن رو میذاری اینجا، میگه دینگ دینگ، داداشت برات یه ویدیو فرستاده، ویدیو میزنی تمام فیلم رو نگاه میکنی. نمیدونم پلیس هم هنوز میتونه انفورس کنه این قانون رو. انفورس کردن یعنی این قانون رو اجرا کنه. قانون داشتن با قانون اجرا کردن فرق میکنه. این حرفیه که ما هی با آقای سهراب چمنارا میزنیم و ایشون متوجه نمیشه.
آقا 1000 تا قانون اساسی خوب بیار بده دست ایران، اجرا نمیشه. جوک داریم میخندیدیم میگفتیم که آقا پسر تو حیات مدرسه گفت تو بابات چیکارن، گفت بابای من سناتور مجلس، تمام قانونا رو مینویسه، خیلی قدرت داره، اصلا بعد از شاه نماینده ها و سناتور مجلس و اینها هست. پسر بابا گفت برو گم شو، بابای من از بابای تو چیستره، قدرتش بیشتره. گفت بابای تو چیکارن، گفت بابای من آجان یا جانداره. 5 تومن میگیره ببخشیدا میرینه به تمام قانونایی که تو بابات گذاشته. اینم همینجور. خب و اما یه جوکی براتون بگم. یه نفر به من گفت آقای سوربی هم شما هم اونایی که معلم بودن من دیدم خیلی حاضر جوابن. چرا؟ گفتم یه دلیلش متاسفانه برای اینی که تو فرهنگ ما نه همینجا هم هست، همینجا هم این رابطه، یعنی این اخلاق بد اذیت کردن به معلم ها هست. و کی اصلا اینا رو یاد بچه ها میده؟ پدر مادر که بچه رو میفرستن مدرسه بهش میگن حرف معلم رو گوش کن، کی یاد بچه ها میده که معلم ها رو اذیت کنین؟ ولی به دلیل اینکه معلم ها میدونن این شاگردی که اومده اینجا ممکنه، شما میگین ماش یا میگین ماشک، ما شیرازی ها میگفتیم ماشک، یه چیز سبز کوچیک‌تر از عدسه، لوله خودکار رو در میآوردیم میذاشتیم دهنمون فوت میکردیم، حتی اون سوراخ خودکارم میگرفتیم، خودکار بیگ یه سوراخ بغلش بود که این یه وقت خدای نکرده هوا از اینجا نره بیرون و این ماش بیشتر بخوره تو پشت کله مثلا معلم. خب این معلم هم برمیگشت میدید هیچ که نیست، چیکار کنه؟ ولی بعدن دیگه یاد گرفته بود از یکی یه جوکی میگفت یه متلکی میگفت اینا دیگه چون تکرار شده بود معلم بلد بود. حالا من دیروز مجله مشعباز، بله برای من اومده بود آقای روز مجله، آقای پرویز مینویی و دوستانشون فرستاده بودن، یه جوک داخلش بود خیلی جالب بود، اینو میگم بعد یاد یه چیزی هم از خودم میگم. این نوشته بود که معلمی آمد سر یه کلاس جدید و یه بچه‌ای با صدای بلند به دوستش گفت که مثلا مصطفی، چون اگه حالا بگیم مثلا داریوش، میگن آقا تو ایران هم آخونده هر وقت میخوان چیز بدی بگن اسم داریوش و کوروش استفاده میکنن، ولی هر وقت میخوان چیز خوبی بگن اسمش علی هست، محمد هست، حسین هست، حالا یه چیز دیگه میگیم. گفت فلانی من به تو شرط میبندم که این معلم شورت، میگیم دیگه نه، شورتش قرمز و آبیه. معلمم خیلی خونسرد برگشت گفت که من به هم گفته بودن که مادر دهنش لقه ولی باور نمی کردم. یعنی چی؟ یعنی من با مادر تو بودم، شورت منو دیده اومده به شما گفته. بمانه اینی که میگم معلم ها حاضر جوابن. ما خب اون وقتا شنبه ها بعد از برنامه رادیو میرفتیم با دوستانمون کباب بازار. کباب بازار همه چی شما اونجا میبینی، مجاهد هفت رنگ و صد درجه میبینی، شاه اللهی نمیدونم فلان میبینی، آدم معمولی میبینی، آدم های متعادل میبینی و الی آخر. نشسته بودیم بیرون، هوا خوب بود و اینا، سیگاری میکشیدن و نمیدونم چایی میخوردن بعد از نهار اینا. پسر من اونجاها زندگی میکنه، آمد سلام علیک کرده، خب دوستان من میشناسه و بره. بعد یکی از این دوستان شاه اللهی، آقا شاهرخی هست، شاه اللهی شاهرخ، خواست مزه بپرونه، جوک بگه. گفت سوربی، حالا این آقای مصباح خوش رو هستی، ما همدردی کنیم با آقای مانی خورسندی. گفت سوربی این پسرت هم که مثل خودت زشته، دماغش گنده است. من یه نگاش کردم گفتم که خب ما فقیر بیچاره ها همه کارا رو خودمون انجام میدیم، ولی مثلا شما الان نگاه کنی شما خوش قیافه هستی، شبیه باغبونتون هستی، خوش قیافه هستی، شبیه راننده تون هستی. اتفاقا اشتباه نکنم باباش هم سرهنگ و چیزی هست، عصبانی شد. پس ملت بهش گفتن که ببین تو حرف زدی سوربی، لولت کرده گذاشتتت کنار، حالا میخوای بلندش دعوا کنی، بعد بعد میزنه این دست پلتو میشکنه دیگه نمیتونی بری سر کار، بت مرگ خفه شو. بعضی وقتا این زیپ دهان رو کشیدن چیز خوبیه. یه دوستی اگه یه جای داستان این لعنت به دهانی که بی موقع باز می شود رو میتونه پیدا کنه، توی کلاس فارسی دوم یا سوم دبستان ما بود، دبستان قدیم، یه لاک پشت بود و دوتا مرغابی، اینو بنویسید و
و دیگران اینو تمرین کنن. یه جایی پریشب اونجایی که بودم به این دوستمون حسین آقا گفتم حسین آقا شما از اول شب تا حالا 4 کلمه صحبت نکردی، سلام علیک کردی نشستی. گفت آقا من بیشتر گوش میدم یاد میگیرم. گاهی وقتا خود من به خود من میگم آقا خفه شو اینقدر حرف نزن، گوش کن، شاید یه چیزی یاد بگیری. اینم از خب بریم سراغ نوشته ها. مینا خانم رو گفتیم، امید دانا رو گفتیم. آها تبلیغ صافکاری. ما این ماشینمون یه تصادف جزئی انجام داده بود و ببینیم کیه، حالا ببینم کجا میتونم پیدا کنم که کی داره زنگ میزنه. داشت کم کنم و به این دوستان یادآوری کنم آقا خانم محض رضای خدا، آقا شما خونه خالتم که میخوای بری زنگ میزنی، اول به دلیل اینکه خودخواه هستی میخوای نری پشت در خالت نباشه، دوم به دلیل احترام به خالت. خاله جون من میخوام بیام خونت، هستی یا نه؟ خب آقا اقلا این برنامه ما رو اندازه خونه خالت احترام بهش بذار. دیدم دو سه روز گذشته این آقای بهرامی بنده خدا هی زنگ میزنه، بعد هی میگه میخواستم صحبت کنم. آقا از قبل قرار بذار. آقای فرزاد نیساری از چهارشنبه قرار گذاشته دوشنبه. بپرسید از آقای نیساری. من صبح براش نوشتم آقای نیساری امروز صبح باش، امروز با شما هستیم در برنامه، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. بابا بیان به همه احترام بذاریم. به این دلیل که من وازم اینجا، به این دلیل که شما داری با ماشین رد میشی میبینی از سوربی چراغ اتاقش روشنه، زشت شما بیای وایسی در بزنی آقا دیدم خونه هستی گفتم یه سلامی بکنم. آقا من الان میخوام مثلا برم دوش بگیرم، میخوام برم تو حیات کار بکنم، شما مزاحم شدی. بعدم امیدوارم مزاحم نشده باشم، یعنی میدونم مزاحمم ولی امیدم اینه که مزاحم نشده باشم. بیاین به هم دیگه بگید که حقیقتا مزاحم شدی، دفعه دیگه سعی کن تماس بگیری از قبل. بیاین مرسی متشکرم، بیاین من این ماشین رو شما نشون بدم و این بله اینو شما نگاه کنید. یک لحظه با شما باشیم. این بغل در عقب ماشین ما، اونجایی که تایر عقب هست، میبینید اینجا یه تصادف کوچولو نقلی شده ولی جای بدیه. اینجا جاییه که هر پیچ و خمی که شما بگی هست، به قول خود اینا کانتور و فلان اینا هست. چند تا زاویه هست، یه زاویهش اینجاست، یه زاویه اینجاست، بعد اینجا دو سه تا لایه هست. حالا شما ببینید این جوون چجوری اومد توی 45 دقیقه این ماشین رو برای ما درست کرد. اولا براتون بگم اون وقتا میگفتم دست شکسته هیچ وقت دیگه مثل دست معمولی نمیشه. شما حتی تو بچگی هم دست شکسته باشه هر سال زمستون اونجا یکم درد میگیره. بمانه ماشین تصادفی هم ببرش پهلو بهترین صافکار. من یادمه یکی داشتیم استاد خلیل نقاش توی جاده سیمان، یکی داشتیم استاد علی، هم استاد بودن ماشاءالله، توی جاده زندان نزدیکای همون زندان هم بود. اون صافکار بود، این نقاش بود. به اون میگفتن صافکار، به این میگفتن خلیل خررنگ کن. و توی ایران متاسفانه اینجور بود، میبردی اونجا صافکاری، میآوردی اینجا رنگ میکردی. بعد میگفتی آقا این کج موج داره، اون فوش میداد به صافکار، صافکار فوش میداد به نقاش. اینجا دوتا مغازه یکیه به نام بادی شاپ. بادی یعنی بدن، بدنه ماشین، شاپ هم که یعنی مغازه. میبری اینها. ما اینا به هر کدوم از اینایی که دکونی دارن و تابلوی دارن نشون دادیم گفت 600 دلار، گفت 800 دلار. شما نگاه کنید دوستان اینجا فقط همینه، همینجا از اینجا تا اینجا که اینو برای ما صاف کنن بیارن بیرون گفت 600 دلار 800 دلار. ما هم گفتیم نه آقا نداریم، آمدیم یک کم رنگ پاشیدیم روش، هر جا تصادف چیز شده یک کم رنگ بپاشین که زنگ نزنه، چون اونجا رنگش پاره شده. و بذارید من اینو بهتون نشون بدم، این در رو ببندم. متاسفانه یه طلاق طلاقی میاد از اینجا صدای بر. خب آمدم با شماست. گفت 600 دلار، گفتیم نه آقا 600 دلار رو نگه میداریم
هر وقت خواستیم بفروشیمش به اون طرف ارزونتر میدیم. حالا من بیام براتون تا اینجا و دوباره اینو بهتون نشون میدم. کامرای دو از این عکس شروع میکنم که آها، میدونید شما من موافق اینایی که دست فروشی میکنن، مثلا شما یه مغازه‌ای دارید، طرف میاد جلوش دست فروشی میکنه، ولی سر این ماجرا مجبور شدم اون حرف و نظر خودم رو عوض کنم به این دلیل. ببین اونی که دست، اونی که مغازه داره و اینها، کارهای کوچیک براش ارزش نداره. مثل که شما زنگ بزنی به یه نفر که شرکت برق و سیم کشی و اینها داره، بگی آقا بیا برای من یه سیم بکش تو گاراژ، خب این 25 دلار 30 دلاره، ولی برای اون اصلا صرف نمیکنه کمتر از 300 400 دلار به شما جواب بده. اینجاست که شما دست نیاز دراز میکنی به طرف هندیمن. هندیمن من نمیدونم تو ایران چی میگفتیم بهش، اصلا داشتیم همچین چیزی؟ هندیمن، همین این آقایی که میاد اینو درست میکنه یه هندیمنه. ما توی فیسبوک دیدیم نوشت که میایم ماشینتون رو درست میکنیم و اینها. گفتیم آقا ماشین ما احتیاج داره به تخصص شما. گفت خب عکسشو بفرست. 3 تا 4 تا عکس گرفتم از نزدیک، از همین عکسایی که به شما نشون میدم اینجوری براش فرستادم. نگاه کنید، با وجودی که رنگ زدیم بازم اینجا داره تقریبا زنگ میزنه. اوکی، اینو فرستادیم، اینم صندلی نوه‌مونه و درم باز کردیم، داخلش هم نشون دادیم که بفهمه عمق این فاجعه تا کجاست و اینها. این آقا، آها گوش کنید، حالا قبل از اینکه خودشونو نشون بدم، برای من نوشت 225 دلار. گفتم نه آقا، اگه 225 دلاره ولش میکنم، من فکر کردم 75 تا 100 دلاره. بعد گفت که 125 دلار. گفتیم بیا. آمد دو تا جوون، اولا این آقای 20 سالشه دو تا بچه داره، این 30 سالشه دو تا بچه داره، دوتاشون اصلشون از اون به اصطلاح یوکرین و لخوانیا و اینها هست، ولی اینها مال نیوجرسی هستن، یعنی اینها دوتا متولد اینجا هستن. اینها آمدند و میبینید با این وسیله و اینها سوراخ میکنن و اینی میپیچنن و میکشن، به جایی که یه نفر از پشت چکش بزنه، مخصوصا جایی که دولا هست، یه پلیت این وره یه پلیت اون وره، اینا از این ور سوراخ میکنن خیلی با مهارت. اینو من گوشه به گوشه عکس گرفتم و بهش هم گفتم من فردا یه برنامه دارم. آها، این هندیمن رو میگن کسانی که همه فن حریف هستن، همه کار حریف انجام میدن. و هندیمن، بله، اینجا مثلا شما یه نفر میگی که بیا برای من یه سیم برق بکش، خودشم بهت میگه من سرتیفیکیت ندارم، لایسنس ندارم، ولی بلدم. خلاصه این آقا رو نگاه کنید، بعدم قشنگ این یه چیزی آورد سنباده زد و اینا. حالا من مراحل دیگه‌ش هم به شما نشون میدم. نگاه کنید ببینید، اولا اینقدر این آدم پرفکشنیست بود، ببینید این زاویه اینجا، فاصله اینجا رو دستش و ناخونش رو گذاشت که ببینه چقدر دستش میره اینجا. حالا اینجا رو شما اولش رو نگاه کنید چقدر فاصله داشت، نگاه کنید وقتی در بسته بود، ببینید چقدر فاصله داشت. حالا تو این عکس نگاه کن، 125 دلار دوستان. گفت اولا من اینو تو 45 دقیقه برات درست میکنم. بعد نگاه کنید، دو نفر آدم اومدن، شما دو نفر آدم رو بخوای بری دم هوم دیپو بگی بیا سوار ماشین من بشو، یه ساعتم باشه دو تا 20 دلار ازت میگیرن. تازه نمیان، میگه ما که نمیان برای یه ساعت دو ساعت. خب ببینید اینجوری قشنگ داره چی میکنه. و آمد اینجا نگاه کنید، گفت من اینو وقتی میسابم باز برجستگی ها و گودی ها بیشتر مشخص میشه. بعد شروع کرد با بتونه، یا اینا بهش میگن فیلر، فیلر همون پر کننده، و این یه چیزیه که توش فایبرگلاس هم هست و اینها، یه مایعی هم بهش میزنن. آها، بعد بهش گفتم اینجوری، گفتم تو باید قبل از کاری درست کنی عکس بگیری. آها، آقا فرهاد میگه آچار فرانسه، ولی خب شما میگه تو ایران بهشون میگن آچار فرانسه، ولی تو ایران آقا کسی میاد تبلیغ کنه بگه من آچار فرانسه هستم، شما هر کاری داری من میام خونتون؟ ولی اینجا تبلیغ میکنه، مینسه من اسمم مایکه، تو پرانتزم مینسه هندی من، یعنی حاضرم هر کار کوچیکی رو انجام بدم، 20 دلار 30 دلار 50 دلار و یه چیزی بهتون بگم. اینا بعضی وقتا از صبح تا شب ببینی 1000 دلار کار میکنه.
50 تا چی میگن 20 تا 50 دلار 10 تا 100 دلار این ور اونور درآورده، همون صاحب کار راضیه. همین آقا وقتی به من زنگ زد گفت من توی تایسون کورنر هستم الان میام اونجا، تا چند دقیقه دیگه آمد اینجا که بود یه نفر دیگه براش جاب گرفت توی وینا، گفت میرم الان اونجا. یعنی این هیچ وقتی هم تلف نمیکنه، فقط گفت که فکر کنم خواهری زنی برادری کسی توی خونه اونا نشستن، اونا وقتی شما تکس میفرسی ایمیل میفرسی اونا با شما تماس میگیرن، این نظرشو میده که این کار چنه و میان فیکسش میکنن. حالا گفتم اگر عکس بفرستی من فردا تو برنامه میگم، چون ایرانیای ما ماشاءالله راننده خوب هستن، چپ و راست تصادف میکنن، قبل از اینکه شوهرشون بفهمه خانمشون بفهمه باید فیکسش کنن. و اینه، ببینید شما مثلا این یکی قبل از نسبتاً هم بزرگه، میبینید گلگیر و سپر و همه اینها رفته، ولی اینجوری درستش کرده بعدن، رنگم زده و اینها. به نظر من کارش خوب بود این آقا. این یکی ببینید عقب رفته، یا یکی زده بهش بامپر شکسته، ولی چگونه بامپر را آورده بیرون. این یکی بغلش اینجوری چی میگفتن به اصطلاح قور شده، قور وقتی که بیاد بیرون، وقتی میره داخل فکر کنم میگن قلوپه افتاده، نمیدونم. در صورت اینم از این، و اینم ماشین ما که اون اولش بود، حالا بعد بهتون نشون بدم دیگه. عکس چیز نگرفتم متاسفانه، چی میگم، عکس آخرش رو نگرفتم گذاشتم، چون وقتی رنگش کرد خیلی قشنگ توضیح داد، گفت این رنگ اینجوریه فلانه، یکی دو روز صبر کن بعدا ببر بشورش، بعد از یه هفتم بافش بزن، چون رنگ هر کاری هم ما کنیم بکنیم اینی که الان رنگ میکنیم با اون رنگ قدیمی یکی نمیشه. تو ایران یادمه میگو رنگ رو میسوزونن که آفتاب گیر. بعد گو البته ماشین تو خوبه چون تو گاراژ بوده، با وجودی که 11 سال کنه است، ولی این ماشین نو میمونه، این رنگ هم نوه. خلاصه چیزی رو که دیگران 600 دلار 800 دلار میخواستن ما به 125 دلار فیکس کردیم، راضی هستیم. شما هم اگه در این منطقه هستید و احتیاج دارید بامپری درست بشه، چیزی درست بشه، به این دوتا جوان بگید. اگر هم به اصطلاح راه تماس رو میخواین و من یه ایمیل بزنید من براتون میفرستم. خب اینم از این، ممنون و متشکرم از دوستان، چون نشون داد تبلیغ صافکاری. پیام خانمی که کتابای آقای انصاری رو میخواد، اینجا نوشتم فرزاد نیساری شاه پرزیدنت، اینجا هم نوشتم 12 آگوست 2019 برابر با 21 مرداد 1398، و 8 دقیقه دیگه میریم با آقای نیساری خواهیم بود. توی این فاصله یه چند تا از این نوشتهایی که براتون گذاشتم میخونم. میگه که ایران به جای این که از پمپئو، یا اولا میگن شیرازی ها به این میگن پمپئو، بعضی جاهای شیراز هنوز به آب میگن او، تو دهات و اینها به شب میگن شو و به این میگن پمپئو، چون قیافش مثل پمپه و او هم که آب دیگه، میگن اگه زدید ترکید همه جا رو گند میزن. بله، دعوت از سندرز به جای پمپئو برای سفر به ایران. انصاف نیوز ببینیم چی گفته، اینو با هم میخونیم و میریم. و اینا هی به اصطلاح خشم آمریکا رو برمی‌انگیزه، چون یعنی ما شما رو قبول نداریم به عنوان دولت آمریکا، ما با آقای سناتوری که توی مجلس سنا هست صحبت میکنیم. میگه که انصاف نیوز نوشت یا گفت عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به برخی پیشنهادها برای حضور برنی سندرز نامزد چپگرای ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 که موضع مثبتی نسبت به بازگشت به برجام دارد، در ایران گفت به دلیل وجود جنگ روانی باید در قالب سیاست رسانه‌ای عمل کرد. برخی از همین افراد مانند آقای سندرز در آمریکا هستند و موضع حمایت از برجام دارند، اما در بعضی موارد می‌بینیم که موضع کاملا ضد ایرانی دارند، بنابراین نباید با بحث حضور آمریکایی‌ها در ایران خام و نپخته عمل کرد. حشمت الله فلاحت پیشه در این باره به انصاف نیوز گفت سیاست‌های رسانه‌ای فلاحت پیشه در کشور به هر حال به رسانه‌ها ابلاغ می‌شود و در قالب این غلط می‌نویسند. اینجا خودش نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، دوباره اینجا نوشته فلاحت پیشه، نمی‌دونم اینا به اصطلاح
چیز کلکشن ندارن تو ایران. در هر صورت میگه او در ادامه گفت راهبرد آقای پامپو به هر حال رنگ جنگ روانی است، چون جنگ روانی یک پشتوانه آزمایش ناشده به نام جنگ فیزیکی و عملی دارد. همش صحبت از جنگ و اینها هست. و همین آقای امیر طاهری نوشته بود ایران بر تبل توخالی میزند. خب اینم یه از ضرور مسئله بی خوده، تبل توپر که صدا نمیده آقای امیر طاهری، همه تبلا باید توخالی باشه. برای اینکه یه چیزی یاد گرفته باشید، دوستان میگن وقتی میخوان یه جایی سخن گو باشین یا برنامه تلویزیون داشته باشین، اینها سعی کنید نهار نخورده باشید، شام نخورده باشید. ما نمیگیم هیچی نخوری ضعف کنی. دیدیم افرادی که میان جلو 200-300 نفر میخوان حرف بزنن، بیهوش میشن، از حال میرن. یکی به دلیل گرسنگیه، یکی به دلیل کمبود آب هست، یادشون رفته، هی وایسادن تمرین کردن گفتنشون چی بگم، آب نخورده، نون نخورده. یه خورده نون و آب، یعنی یه خورده خوراک به اندازه کافی، نه به اندازه که انقدر پر بشی. و میگن مجری که شکمش پر باشه مثل اینه که شما یه به اصطلاح پارچه‌ای بچپونی توی تنبک. آقای کاووسی احتمالا میدونه اگر از این بر شما یه پارچه بچپونی تو تنبک، هرچی بزنیم باب صدا نمیده. این هم از خب. و اما دعوت از ساندرز رو خوندیم، بریم اینجا ببینیم. ایران claims gunboat chased royal navy destroyer. بله یه فیلمی گذاشتن، آدم گریهش میگیره. ببینید تو ایران یه سری جوونی رو به خاطر بیکاری اینا رفتن حالا یا جبهه، نه چی بهش میگن، جهادم نه، بسیج، یه درفتن سپاه، و اینا رو هم مثل تو ارتش که باید مشغول نگه دارن، الان تو آبهای خلیج فارس مشغول نگه داشتن. آقا برو دنبال اون کشتی، برو دنبال این کشتی. از این ورم که این قدرت‌های بزرگ اومدن همین کار انجام دادن، کشتی‌هاشون فرستادن اونجا، اینو فرستادیم که مواظب اون باشه، اون یکی مواظب این باشه، این هواپیما رو فرستادیم مواظب همه‌شون باشه، و همه رو گذاشتن سر کار. توی این فیلم این آقای پاسدار اصلا از صحبت کردنش معلوم میشه که سواد درست حسابی هم نداره، ولی تا دلت بخواد شعار بله الله اکبر، ما در آبهای نیلگون خلیج فارس داریم دنبال پیر کفتار چیچی پیر روباه پیر میریم، چنین و چنان و فلان اینها، و میبینید که اونها فرار دارن میکنن. اینها یکی نیست بگه خب آقا اگه دارن فرار میکنن یه تیر بهشون بزن، بعدم اگه دارن فرار میکنن دیگه ولشون کن، برن دیگه فرار کنن. مثل که شما یه دوزی آمده باشه یه چیزی رو برداره، شما بهش میگه آی دوز چیزا رو بندازه بره دیگه، نرو دنبالش. چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری اونجا یقش بگیری بهت چاقو بزنه؟ نمیدونم. اینم از خب 3 دقیقه مونده به اینکه ما شما رو ببریم و با آقای فرزاد نیساری گفت و شنودی داشته باشیم و به اصطلاح ببینیم نظر ایشون چیه و چه باید کرد. ما همش دنبال چه باید کرده، هر مهمونی هم میاریم ازشون میپرسیم چه باید کرد، اونا نظراتشون میگن، اون وقت شما میبینید که واقعا چه باید کردی رو عنوان کردن، راه بردی برنامه دارن یا نه، یا به اصطلاح چرخوندن من و شما رو، گفتن بله باید چنین باشد، باید چنین باشد. میگیم آقا ما میدونیم باید باشد، تا امروز نمیدونیم چه باید کرد، تا امروز شما میدونیم. این همین صحبتی که به خانم مینا میگم، خانم اولا یه چیز جدید که این آقا گفته شما به من بگو، یه چیز جدید بگو. دوم من به من بگو خب حالا که این چیز جدید رو گفت و فهمیدی چه باید کرد. میگه نه شما باید تا دل دهی دلدار شوی. از این دوستانی که میگم همش تو شعر و تو معرفت و توی فلسفه و توی این چیزا هستن، اون روز هم این دوست ما میگه که شما باید از روی زمین بلند شی تا بفهمی مولوی چی میگه. گفتم آقا همچین که پات از روی زمین برداشتی، شما میگن تو هوا هستی، حالا این باید یا حشیش کشیده باشی یا دوا کشیده باشی یا یه قرصی خورده باشی، چرا شما مشکل داریم با ما رو زمین نشسته باشیم حرف بزنیم؟ گفتم شما همین مولوی که میگی، همین توی همین شماره آقای پرویز مینویی درباره دین صحبت کرده، گفته همه دین ها شروع جنگن، جنگای بیشتر، جنگای بزرگتر. اتفاقا اونم شعره اینجوری شروع میشه، پسری از پدرش پرسید که دین چیه و اینها، همه رو توضیح میده. خب این آقای همون مولویه که شما میخونی، منم دارم میخونم. در هر صورت اینم از این ماجرا، باز
تشکر کنم از دوستانی که ما رو اون شب دعوت کردن. شب بسیار خوبی بود و واقعا خیلی چیزا یاد گرفتم، مثلا از یه دوستی هست، آقای دکتری هست، اونجا صحبت میکرد و اینا، خیلی خوب. این دوستونم میگه که کاکا جون لطفا عنوان پیام ها را بخون، چون آنها بخشی از پیام هایم هستند. شما در گفتارتان شهروند میگویید یا شهربند؟ برای دانستن این سایت را ببینید، روی اون سایت هم که زدم توضیح شهربنده که میگه یعنی مثل کسی که تو زندان فلان. نگفتم نه آقا دیگه این کلمه شهروند رو که ما بلدیم، حالا اگه تو صحبت ها ممکنه من اینجا میگم وند، اینجا میشه بند، اون دیگه بگذاریم. ولی اینی که شما میگی سابجکت رو هم بخون، کار پسندیده اینه که سابجکت رو که می‌نویسید سوال و نظر، همون رو به عنوان تیتر بالای نوشتتون هم بنویسید. این باز برمیگرده به اتیک ایمیل نوشتن، به اتیک ایمیل فرستادن. اینا رو ما بلد نیستیم، مخصوصا ماها که سنمون بالا است. تو 50 سالگی 60 سالگی یه دفعه یه چیزی رو انداختن از اون بالا گفتن اینترنت، یه چیز دیگه انداختن گفتن ایمیل، یه چیز انداختن گفتن فیسبوک. تا با این خواستیم بشیم 3 دقیقه شد، دیر شد، آقای نساری رو معطل نگه داشتیم. پس باید یاد بگیریم اتیک اینها رو، اون اخلاق و مرام. اتیک رو تو ایران فکر کنم اتیکتش هم میگن دیگه، من نمیدونم همین یا نه، یا بعضیا به این چیزای مال چیز میگن اتیکت. در اصل اتیک یعنی اخلاق. آقای نیساری گوشی رو برد کاکو اذیتمون نکن والا، ما اینا رو خاموش کنیم. ببخشید اگه این صدای اسکایپ شما رو آزار میده، برای اینی که من قطع میکنم. آقای نیساری شما زنگ بزن. متوجه شدم با آقای نیساری ما یکی دو بار سر این موضوع که ما با اینا 5 ساعت اختلاف داریم یا 6 ساعت اختلاف داریم، فکر کنم ما با لندن 5 ساعت اختلاف داریم، با اروپا 6 ساعت. و من معمولا ببینید مثلا تنگ، این میگن ورد تنگ، ببینید امروز هم برای من صحیح فرستاده بود، ممنون متشکرم. اینجا شما وقتی میزنی یا میگی تایم مثلا این، حالا بگیم تایم این لندن، تایم این لندن، اوکی، مینویسه الان اونجا 8:02 است. پس با لندن ما 5 ساعت اختلاف داریم. حالا اگه اینو عوض کنم مثلا بنویسم فرانکفورت، فرانکفورت احتمالا اونجا 6 ساعت اختلاف داریم. بله فرانکفورت ساعت 9 شبه. و من به دوستان وقتی میگم، چون نمیدونم کی ساعتشون میره جلو، کی ساعتشون، بله ایشون آمد، خیلی خوشحالم، اجازه بدید من ویدیوی ایشون رو هم بگیرم، تصویرشون رو به سیستممون بدم و مثل شما من هم بیام پای صحبتهای خوب ایشون بنشینم و مثل شما هم حق داشته باشم. آقا ویدیوتون وصل نیست، احتمالاً شما 2 تا دستگاه اونجا اسکایپ روشنه و آها الان آمد، الان آمد، بسیار عالی و خیلی ممنون، گوشی خدمتتون باشه. کپچه آقای نیساری به سیستم ما، خب اینجا هم هستن با بله. دوستان عزیز سلام میکنم به آقای فرزاد نیساری، همشهری عزیزمون، بهشون خوش آمد میگم و از ایشون خواهش میکنم درباره اون عکسی که اون روز روی صفحه فیسبوک خودشون بود و ما هم در برنامه نشون دادیم، حتی به عنوان موضوع برنامه روی یوتیوب هم قرار دادم، صحبت کنن و بگن که مگه میشه کسی هم نامزد رئیس جمهوری باشه هم نامزد پادشاهی باشه، اونم توی مملکتی که هنوز اصلا معلوم نیست رژیم آینده چه خواهد بود، جمهوری، پادشاهی، سلطنتی، چی هست. آقای نیساری خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هست. و سپاس از شما، با درود بر شما و بینندگان گرامی. صدای من میاد؟ بله بسیاره. ببینید با درود بر شما و بینندگان گرامی، با درود بر پدران و مادران ستم دیده ایران، با درود بر استادان و معلمان سرزمینم که درس انسانیت و آزادگی را به من آموختند، با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه که دست و روی همه آنها را
از راه دور میبوزن. خب بریم بر سر اصل مطلب. به نظرم میاد که یک فاصله زمانی از بین گفته های من. صدای من درست میاد؟ ما صداتون رو اینجا خوب داریم. اگه اونجا صدای شما به اصطلاح پژواک یا منعکس میشه، صدای به اصطلاح که دستگاهی که دارین باهاش استفاده میکنید ببندید یا از گوشی استفاده کنید. ولی ما صدای شما رو اینجا بدون پژواک داریم. بفرمایید. بسیار عالی. ببینید، پایان شب سیاه سفید است و تاریکی ظلم و ستم راهی به جز تسلیم در برابر روشنایی روز ندارد، اگرچه این شب شب درازی است. صحبت شد در رابطه با اینکه سیستم حکومتی آینده ایران به چه صورت خواهد بود و در نظر خیلی ها مشکل در حقیقت همین هست، ولی برای من و کسانی که خودشون رو جزوی از مردم ایران به حساب میارن، مسئله به همین سادگی نیست و صرفا مسئله در رابطه با اینی که لقب و القاب ما چی هست نیست. مثال میزنم و توضیح بیشتری میدم. مسئله امروز این است که چه باید کرد و چه باید کرد ما در کوتاه مدت هست یا دراز مدت هست. ببینید، ما میدونیم که برای نجات ایران بایستی این دولت و حکومت اسلامی رو شکست بدیم. ما میدونیم که چیزی که بایستی جاش بیاد، ما منظورم ما و کسانی که هم فکر ما هستن، برای ایرانی آزاد و آباد که بتونه آموزش و پرورش و آینده سازی فرزندان خودش رو به درستی انجام بده. تصویر من ثابت شد. به هر روی، منتها باز مسئله به همین سادگی نیست. شما اگر دقت کنید در یک هفته گذشته و به ویژه در چند روز گذشته که مسئله دریای شمال ایران پیش اومده، اپوزیسیون گم شده. این اپوزیسیونی که یکیش مدعی جمهوری هست، یکیش مدعی پادشاهی هست، یکیش میخواد رئیس الوزرا بشه، یکیش میخواد رئیس جمهور بشه، یکیش میخواد آقا بالا سر مردم بشه، یکی میخواد دزد به اصطلاح بانک و ثروت مردم بشه، همه گم شدن. ولی تا دلتون بخواد قاتل و جانی و نمیدونم آدم کش و اسلحه کش و چاقو کش و جاهل و حمال پیدا شده و به جای این که در دفاع از دریای شمال از ما دفاع کنه و ما رو یاری برسونه، ماها را مورد حمله خودش قرار داده و حتی تهدید میکنن که آقا ما میخواییم بیان و شما رو سربنیز کنیم. یکیش میگه آقا جون، چون شازده حاج پسر رضا قدم پیش نگذاشته که مانند شما از سرزمین ایران دفاع کنه، شما حق ندارید این کار رو بکنید. منتها این شازده بایستی بیاد و پادشاهی ایران رو به دست بگیره. در درون ایران پادشاهی بسته به زور، و منظور من فقط زور بازو نیست، پادشاهی در درون ایران همیشه بسته به زور و قدرت کسی بوده که رهبری مردم رو به دست گرفته و در اکثر مواقع که این کسانی زمانی پیدا شدن که مورد لزوم و نیاز بودن. حالا درسته که پس از چندی سلسله اونها به انقراض رفته، ولی اونها برای انجام کاری پیش اومدن. حالا بحث من این است که این کار چی هست و چرا کسانی که مدعی پادشاهی و ریاست جمهوری هستند قابلیت همچین کاری رو ندارند. ببینید، اول من میگم اونها قابلیت همچین کاری رو ندارند، بعد نگاه میکنیم ببینیم که چه کسانی میتونن جایگزین بشن و این کار انجام بدن. شما میخواین بیان قدرت ایران رو در ایران به دست بگیرید برای چی؟ شما به مردم میگید بیاید جلوی این رژیم وایسید برای چی؟ شما میگید میخوام برم این رژیم رو سرنگون کنم که چه غلطی بکنم. بعد در میای میگی که وقتی گرفتم میخوام از منافع مردم ایران دفاع کنم. آقا منافع مردم ایران در دو سه هفته گذشته، البته در 40 سال گذشته، اما به وضوح در رابطه با دریای شمال در دو سه هفته گذشته به زیر خطر سنگینی افتاده و همسایه شمالی ما انگشت گذاشته روش.
پرسش من از اپوزیسیونی که در درون ایران هست و مدعی هست که حافظ منافع مردم ایران هست این هست: چرا جلو نمی آیی قدم بذاری که ماهایی که خواهان به اصطلاح پیروزی ایران هستیم پشت سرت بایستیم، برای اینکه از کوزه اینها چیزی جز حرف زدن برون نمی تراود. اینها مایش رو ندارن. کسی که مایش رو نداره، کسی که جربزش رو نداره، کسی که خواستش رو نداره، کسی که شجاعت ایستادن در مقابل یک حکومت قوی مثل شوروی رو نداره، چرا مدعی رهبری و مدعی پادشاهی و مدعی ریاست جمهوری است؟ من ادعا میکنم همچین چیزی رو به عنوان یک کاندید، نه به عنوان کسی که میگم شاه هستم حتما بایستی بالای سر شما باشم. من میگم یک کاندیدی هستم از بسیار کاندیدهای برجسته درون ایران که در رشادت، در شجاعت، در جان نثاری، در جان فدا کردن جان میدهند اما خاک نمیدهند. حالا پالانی ها از یک طرف، یکی اومده میگه که آقا من پادشاه به اصطلاح مردم هستم. خود همین برنامه‌ای که حدوداً نیم ساعت پیش شما گذاشتید، تصویر گذاشتید از این حاج پسر رضا که نوشته بود اگر یک تصمیم گیر مسئول بخواهید باید بروید دنبال جمهوری، همین گفته خودش سوال داره. میگه اگر یک مسئول بخواهید، غلط میکنه ایشون و هر کسی مثل ایشون که برای مردم 80 میلیونی ایران یک مسئول میخواد. این همه انسان فرهیخته در ایران هست، اقوام گوناگون در ایران هست، لور هست، کرد هست، نمیدونم بلوچ هست، سیستانی هست، آذری هست، قشقایی هست، همه اینها هستن. ایشون میخواد یک فرد مسئول در داخل ایران پیدا کنه برای همه اینها؟ غلط کرده و بیخود کرده. حالا ما در حال حاضر در بحبوحه از دست دادن دریای خزر هستیم و این شکی درش نیست. همان گونه که پدر به اصطلاح بی اختیار ایشون بحرین رو از دست داد، به همون ترتیب هم مارزاده های اینها که آخوندها باشن دریای خزر رو میدن، شلوار پای من و شما رو هم میدن، زنهای ما رو هم میدن که دو روز بر سر کار بیشتر بمونن. و این حاج پسر رضا مسئلهش این است که اسلام در خطر هست. همچین کسانی چطور میشه بگه که اینها شایسته پادشاهی و ریاست جمهوری هستن؟ حالا بحث بر سر این است که خیلی خوب سیستم رو میاریم جلو و صحبت این است که آقا این سیستم جمهوری و این سیستم پادشاهی رو هنوز مردم ایران تصمیم نگرفتن. بسیار عالی. من به عنوان یک ایرانی، من به عنوان یک هموطن، من به عنوان کسی که مالک سهمی از ایران هستم قدم گذاشتم و حاضر هستم که به عنوان یک کاندید شرکت کنم. همه همچین حقی رو دارن. هیچ کس با هر قدرت و با هر به اصطلاح ثروت و دارایی که داره حق نداره جلوی کاندید شدن یک ایرانی رو در شرکت برای حفظ و تمامیت ارضی سرزمینش زیر علامت سوال ببره. اگر ببره در حقیقت دموکراسی رو به زیر علامت سوال برده. بنابراین من برای این که نشون بدم به مردم ایران که یک از اینها واردتر، انسانتر، شجاعتر، رشیدتر و حافظ منافع مردم به ویژه فرزندان ایران و آینده ایران هست، موجود هست و بهتر از من هم هست و این کسایی که مدعی هستند هیچ پشیزی در مقابل مردم ایران نه قدرت دارند نه پایه خواهند داشت، امیدوارم، مگر اینکه به فریب و نیرنگ دیگران را از بین ببرند و با کمک نیروی خارجی، در حقیقت همونجور که پدر بزرگ ایشون رضا قلدر بزدل به روی مجاهدین مشروطه مسلسل میکشید، اینها هم با کمک بیگانه جلوی ما بیستن. ولی کرخوندن اینها در این نهفته که برعکس رهبران و سرداران گذشته ایران که همگی تاجهای سر ما مردم ایران هستند ولی نامشان نام بعد در بعد بسیاری مواقع در تاریخ ما ناشناس مونده، ما برعکس اونها این بار باید به هدف بزنیم و بگیم که مردم ایران مسئله یک نفر، دو نفر و یا سه نفر و سردار و قهرمان و نمیدونم رهبر ملی نیست. رهبریت از آن مردم ایران است. مردم شاهی و مردم سالاری مردم ایران مهم است و هر کسی
که به این مردم شاهی و به این مردم سالاری پای نبنده و قبل از گرفتن قدرت این رو اذعان نکنه و نپذیره، رسماً نوشته نده، جز کلاهبردار کسی دیگری نیست. حالا چرا میگم کلاهبردار؟ ببینید در بین مبارزین در حال حاضر چند نیروی گوناگون و ورزیده هست، اینها فریخته هستن، هیچ کدوم مدعی ریاست جمهوری نمی کنن، هیچ کدوم مدعی پادشاهی ایران نمی کنن. میگن آقا ما میخوایم آگاهی برسونیم و دموکراسی برای مردم ایران، حس شهروندی ایجاد کنیم. این درسته، منتها مدعی پادشاهی نیستن. مردم ایران متاسفانه در بعضی مواقع و به خصوص جوانهای ما خیلی دهنبین هستن، فکر میکنن که این رژیم پالانی برای خودش کسی است، نمیدونن که از اینها نالایقتر در تاریخ ایران کسی نبوده. 57 سال اینها حکومت کردن و پس از 57 سال حکومت و دزدیدن مال مردم، جوان ایرانی هنوز نمیدونست در سال 1357 من و شما جوان ایرانی بودیم. جوان ایرانی هنوز نمیدونست وقتی که توی خیابون میاد نباید بگه یا مرگ یا خمینی. 57 سال حکومت کردن. بنابراین این 40 سال حکومت که اونها حوزه علمیه قم ساختن، مسجد ساختن، نمیدونن دست از مدرسه ساختن برداشتن، خرج ملا کردن و جوان ایرانی و خانواده ایرانی رو بیکار گذاشتن، 25% در شهرها رو پوشاندن، 75% مردم در دهات رو رها کردند و نتیجتاً 40 سال این رژیم منحوس مارزاده خودشون رو به ما تحمیل کردند، ما رو نه تنها 100 سال از پیشرفت عقب ما گذاشتن، بلکه بایستی 100 سال دیگر هم زحمت بکشیم که برسیم به همون نقطه اول، یعنی بزدلهای پهلوی و ریاکاران پالانی ایران رو 200 سال از ما بقیه دنیا عقب نگه داشتن و ادعای پادشاهی هم می کنن. و ادعای اون یکی که به اصطلاح مجاهدین فرزند اینها باشه، مدعی میگه من رئیس جمهور منتخب، خیلی خوب شما میگید منتخب مجاهدین، ولی در اکثر مواقع میگه من رئیس جمهور منتخب است. منتخب کی؟ بسیار خوب میگه مجاهد باشه، ولی هنوز میخواد بیاد سر مردم ایران و زنان ما لچک بکنه. زنان ما، شیر زنان ما در زمان انقلاب مشروطه وقتی که مردها میخواستن از مبارزه بر علیه شاه دست بکشن و بیان خونشون بشینن، گفتن شلوارهاتون رو در بیارید به پای ما کنید، دامنهای ما رو بپوشید، خانه بمونید، ما میریم حق ایران رو میگیریم. این زنهای ما هستن، حالا میخوان بیان لچک سر زنهای ما بکنن؟ خیر، همچین چیزی نیست. بنابراین اینی که بایستی در رابطه با قدرت و اینی که چه کسی رهبری مردم ایران رو به دست میگیره، رهبری از آن مردم ایران هست، مردم شاهی از آن مردم ایران هست، مردم سالاری از آن مردم ایران هست. و من به عنوان یک فرزند ایرانی نیازی به اینی که کسی بیاد حالا از هر قماشی که میخواد باشه تایید کنه که آیا من صلاحیت کندید شدن برای شاهی و یا برای ریاست جمهوری دارم یا ندارم، ندارم. به همین سادگی. حالا میرسیم بر سر اینی که چه باید کرد. چه باید کردهای ما؟ ما با یک رژیم آدمخوار و یک دنده روبرو هستیم که اگر تمامی ثروت ایران هم به صفر برسه، حاضر هست با خر این مملکت رو بگردونه، با حیوان چهارپا و گاری این مملکت رو بگردونه و هنوز بر گرده مردم ایران سوار باشه. و کشور ما با 10% دارایی دنیا و 1% جمعیت هیچ کمبودی برای نگاه داشتن این انگلها و زالوهای خونکش نداره. بنابراین اگر ما اینها رو رها کنیم تا صدها سال دیگر بر ما حکومت خواهند کرد. بنابراین چه باید کرد؟ بایستی همون جور که قبلا گفتم، زندگی رو در ایران برای اینها تار و سیاه کرد. اگر یادتون باشه زمانی که ما بچه بودیم، نمیدونم شما یادتون هست، هنوز درشکه و این چیزها توی شهر بود. بله. و کنار درشکه و این چیزها خب ما سرگرمی که نداشتیم، که یا بایستی با اسباب بازی های چوبی بازی میکردیم یا با تورتره های به اصطلاح چر
بازی میکردیم یا اینی که میشنستیم و سینمای ما یک بازی بود به نام جی جی بی جی اگه یادتون بیاد. بله بله، عروسکای کوچولو میارد. آفرین، عروس خیمه شب بازی، ولی ما شیرازی ها به این میگفتیم جی جی بی جی. ببینید این جمهوری اسلامی و همون به اصطلاح دلغک سیرک که من همیشه بهش میگفتم حاج محمد رضا دلغک سیرک بود، با اون لباسی که میپوشید، خارجی ها بهش میگن نمیدونم فاد کریسمس یا هر چیزی هست، میگن درخت کریسمس. بله آفر، این درخت کریسمس و در قاموس من دلغک سیرک و به همین جمهوری اسلامی، اینها همون بازی جی جی بی جی هستن. و اون کسایی که پشت اون پرده این عروسک ها رو به خیمه شب بازی واداشتن و سر من شما کلاه گذاشتن، در حقیقت اربابان خارجی و اجنبی اینها هستن. وگرنه اینها نه قدرت مدیریت دارن، نه سواد مدیریت دارن، نه سواد ایجاد چیز نوینی دارن. اینا همش شعر است و اینها همش بازی است که سر من و مردم ایران رو به اصطلاح سیاه کنن و کلاه بذارن. اینا برای من کاملا روشن شده، از بعد به ورود زمان خمینی برای من روشن شد و هر کاری که از دستم در آمد البته کردم و اون بسته به تاریخ است و این که چگونه تاریخ در رابطه با ما صحبت خواهد کرد اون بسته دیگری است. ولی در هر صورت امروز بایستی ببینیم با اینها چه کار میشه کرد و چه کار باید کرد. خب حالا همزمانی که مردم یواش یواش دارن به حالت به این درمیان که آقا با اینها میشه در افتاد و اینها رو میشه زد و با میشه مشت محکم بر دهن و اینها خوبی، همین چند روز پیش در فیسبوک من یک ویدیویی گذاشتم از یک جوان شجاع خوزستانی که با اینها در افتاد و اینها رو کوبی. مردم نبایستی وایستن، مردم بایستی در اونجا له کنن اون کسایی که با مردم در میافتن. این جوانهای ایرانی نبایستی ساکت بمونن، ولی به مرور زمان این حرکت ایران پیدا خواهد کرد. ولی همزمان با اینها وقتی تاریخ ایران رو نگاه میکنیم، در پایان از دست دادن قدرتشون هر رژیمی که سر کار میاد، تا دلتون بخواد زمین و خاک میده، البته با جنگ زمین و خاک میده. و این نامردها چون دستشان دستن، نیاز به جنگ ندارن، دستور از بالا میاد، خزر رو امروز میده، اون سرزمین جنوب رو فردا میده. درست پس از انقلاب 1357 تقریبا میشه گفت که 7-8 ماه از این مسئله گذشته بود، اینها در لندن برنامه‌ای گذاشتن که بگن آقا ما حاضریم جزایر سگانه جنوب ایران رو اگر میخوان بدیم، اگر ما رو آزاد میذارن و حاضر هستن که حکومت تغییر نکنه، ما اینها رو به اینها میدیم. و اینا بازی بود در حقیقت که ما در این جلسات شرکت کردیم و کوبیدیم اینها رو و بیابروشون کردیم. بعد امارات متحده و دبی اونها اومدن سازماندهی کردن، پول گذاشتن، از دوباره جلسات مختلفی بود که ما اینها رو برهم زدیم. به مرور زمان این مسئله رو به خود دولت ایران در درون ایران کشیدن و تا کار به اونجایی کشید که آقای حداد عادل و چند نفر دیگر دور هم نشسته بودن، سران به اصطلاح کشورهای جنوب خلیج فارس رو جمع کرده بودن که در یک جمع روی هم جمع شدنی گرد همایی در حقیقت این سه جزیره رو به اینها تحویل بدن، که اونجا ایرانبان بهرام آبتین جلوی اینها ایستاد و فیلم و درگیری که اینها پیدا کردن در رابطه با اینکه مسئله به هم بخوره تاریخی هست. تاریخ امروز دوباره داره تکرار میشه در رابطه با دریای خزر، در رابطه با دریای شمال، نامش رو هر چی که میخواید بذارید، مالکیتش در مالکیت ایران هست و روسیه. و ما این مسئله رو پیش کشیدیم و به اپوزیسیون داریم میگیم آقا مملکت شما رو داره باد میبره. یه دیگه میگن آقا روسیه اومده و برده و تموم شده. نیست همچین چیزی جناب. مال دزدی رو بردی، رفتی دادی به مالخر، میدونی مالخر کیه، میدونی مغازش کجاست، برو پس بگیر. کجاست اون شجاعت، کجاست اون رشادت، کجاست اون ایستادگی، کجاست اون همیت، کجاست اون غیرت، کجاست اون شرف کسی که مدعی رهبری مردم ایران هست اما حاضر نیست گام مثبتی در این مورد برداره؟ کجاست آن نامردها و نازنانی که دستشون به جیبشون میرسه ولی حاضر نیستن یک قرون برای دفاع از مملکتشون ثروت خودشون رو به خرج بندازن؟ آقای پالانی ها و ثروتمندانی که ایرانی که در خارج نشستن خفه خون گرفتن. اون اپوزیسیون هایی هم دنبال روی اینا هستن حاضر نیستن هیچ اقدامی بکنن، همه خفه شدن، همه ساکت شدن، همه صحبت از چیزهایی میکنن که بسیار
به درد نخوره. من سوالم این هست اپوزیسیون، تو که مدعی رهبری و مدعی مبارزه برای مردم ایران هستی، برای چه مبارزه میکنی؟ اگر مبارزه میکنی که از مرز و بوم و مرزهای ایران دفاع کنی، اگر مبارزه میکنی که از تمامیت ارضی ایران دفاع کنی، کجا هستی الان؟ چرا خفه خون گرفتی؟ چرا نمیاد بغل دست ما وایسی؟ اگر میخوای به عنوان رهبر بیای و از این مرز و بوم دفاع کنی، اعلام کن. خود من اولین کسی هستم که پشت سر تو وای میسم و باهات میجنگم، کنار تو بر علیه دشمن میجنگم. این هست که ادعای رهبری ما به عنوان فردی از ایران خصوصی نیست. ایران ملک خصوصی من نیست، دریای شمال ملک خصوصی من نیست، همه ما یک به یک در این سرزمین حق داریم و سهم داریم. حالا اینها کجا رفتن؟ پیداشون نیست، همه گم شدن، همه گور شدن. بنابراین برای چه مبارزه میکنیم و چه باید کرد؟ در برهه مختلفی مسئولیت های گوناگونی بر عهده ما میکنیم. همزمانی که ما در درون ایران این رژیم رو افشا میکنیم و جوانان غیور ایران رو پیشنهاد میکنیم و آماده میکنیم که با اینها در بیفتن، همزمان وظیفه داریم از خاک ایران و تمامیت ارض ایران دفاع کنیم. شما این آقای پالانی رو ببینید اعلام میکنی که نمیدونم با جدایی و تجزیه طلبی در درون ایران مخالف است، اما در یک گفتار تلویزیونی اعلام میکنه که آقا جون نمیدونم کردستان هم میتونه پارلمان خودش رو داشته باشه، قشعایی پارلمان خودش رو داشته باشه، نمیدونم لور پارلمان خودش رو. خب این چه شد؟ در حقیقت حکومت رو فدرال کردن. ایران اصلا به فدرال نمیخوره. این احمق نه از سیاست سرش میشه، نه از یک پارچگی ملت ایران سرش میشه. ما مردم ایران علی رغم اینی که اقوام گوناگون هستیم، علی رغم اینی که ده ها قوم و تبار و ملیت های مختلف در درون ما هست، ولی در حقیقت تنها مملکتی در دنیا هستیم که ملیت هامون رو یک میشماریم. اول ایرانی هستیم، اول پارسی هستیم، و پارسی منظور من زبان نیست. ما مردمان پارسای سرزمین به نام ایرانیم. حالا اسمش هر چی میخواید بذار. سالها بغل دست هم وایسادیم و در کنار هم دیگر جنگ کردیم. یک مسئله جالبی پیش اومد در زمانی که نادرشاه می جنگید که افغانها رو بیرون کنه و به اصطلاح ایران رو به سلطه و استیلای خودش برسونه، پیرمرد جنگاوری در میان سربازهاش سخت می جنگید، بسیار شجاعانه می جنگید. نادرشاه رو میکنه به این پیرمرد و میگه که جناب تو که الان پیرستی در زمان سلطان حسین کجا بودی؟ میگه آقا من بودم جناب نادر، ولی تو نبودی. اگر تو بودی من هم میجنگیدم در کنار تو. این هست که مردم ایران هم حاضر نیستن، نخواهند بود و هرگز سر تعظیم فرود نخواهند آورد که با رهبران سلطان حسین نمایی، سلطانهای شاه نمایی مانند پالانی ها و اپوزیسیونی که هر جاش به یک جای دیگه بنده تن در بده. همون جور که من پیشتر هم گفتم، من از مردم ایرانم، من از یک قوم ایرانی هستم و خودم رو از مردم ایران میدونم و به نام مردم ایران سخن میگم و به نام مردم ایران عمل میکنم. خانه من مورد حمله قرار گرفته و در عمل بایستی این رو نشان بدم. تفاوت صحبت و در عمل همین هست. قدم گذاشتیم برای دفاع از حریم و از خاک خودمون، از دریای شمال، دریای مازندران، دریای کاسپین، و بر این اساس اعتراضنامه قانونی 10 ماده‌ای بر علیه دولت روسیه هم به دولت روسیه دادیم، هم به سازمان ملل دادیم و هم اینها رو در دادگاه لاهه به سیخ میکشیم. آقای نیساری ببخشید، چون این دوستان الان روی فیسبوک دارن می نویسن، مثلا آقای سلیمانی می نویسن که هیچ مدرکی درباره مذاکره با دادن 3 جزیره ایرانی به امارات دیده نشده. البته شما دارید راجع به دریای مازندران یا خزر صحبت می کنید، کاسپیان صحبت می کنید، ولی دوستانی هستن که میگن چی شده که دوباره این موضوع سر زبان ها اومده؟ چون یادمونه که در زمان خاتمی و بعد در
موقعی که روسیه به اصطلاح یا شوروی تبدیل شد به روسیه و کشورهای دیگه این صحبت بود و خیلی هم قبول کردن که خب مثلا شما الان نقشه رو اگه نگاه کنید، اگه مثلا میگن قزاقستان بغل دریان، شما که نمیتونید به اینا بگید این مال ما از شما نرین تو آب. یا قانون، یعنی چیه، چی شده که دوباره این مسئله اومده بالا، چه قراردادی امضا شده و چه باید کرد دوباره؟ بفهم. بله، کاملا سوالات پرسش‌های بسیار مهمی هست و عمق زیاد داره. من همه اینا توضیح میدم. ببینید، در رابطه با مسئله سه جزیره جنوبی ایران، اینها میتونن توی بسرا فیسبوک من ایمیل بزنن، من اطلاعات مربوط به اون رو هر کسی که تماس گیره براش میفرستم و اینها چیزی هست که فیلم گرفته شده. خود من در جلسات اینها در لندن گذاشتن شرکت کردم و توی دهن اینها زدم و توفتی روی اینها انداختم. این صحبت برمیگرده به چند ماه پس از انقلاب 1357 و اگر ایرانی ها جلو اینها وای نستاده بودن، اینا نصف ایران رو هم میدن. ولی برگردیم بر سر مسئله دریای شمال. ببینید، دریای شمال در قوانین و به اصطلاح قراردادهایی که بین دولت روسیه گذشته و دولت ایران گذشته امضا شده، از بلحاظ مالکیت متعلق به ایران و روسیه بوده. پس از این که کشوری به اصطلاح منحل بشه یا جدا بشه یا تقسیماتی درش صورت بگیره، اون کشورها میتونن و حق دارن که زیر اون قراردادهایی که دولت اصلی نوشته بزنن و بگن آقا اینها را قبول ندارن. در سال 1969 کنوانسیون وین در سازمان ملل متحد تصویب شد و بنابر این کنوانسیون مرزهایی که کشورهای گوناگون بین خودشون قبول کرده بودند به رسمیت شناخته شد و مرزی که بین ایران و روسیه آن روز هم بود شد درست این مرزی که به لحاظ قانون بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و بنابراین دریای شمال به عنوان خاکی که مالکیتش بین دو کشور هست و نه کشورهای بیشتر پذیرفته شده. حالا اگر دولت روسیه اومده و کشورهای آذربایجان، البته زمان به اصطلاح استالین این اقدامات صورت گرفت، اومده و کشورهای کوچکتری رو ایجاد کرده که پس از فروپاشی دولت کل روسیه این کشورها خودمختاری به دست آوردن و استقلال پیدا کردن، این کشورها در زمانی که استقلال پیدا کردن حق داشتن که به اون قراردادهای بین دولت روسیه و دولت ملت روسیه و ملت ایران پا بزنن، پشت پا بزنن، ولی نزدن. در حقیقت اینها تمام این که همسایه های دور ایران من جمله خود روسیه، آذربایجان و کشورهای دیگری از ترکمنستان و ازبکستان و غیره، همه اینها قرار کنوانسیون 1969 وین رو امضا کردن و پذیرفتن. یعنی قیمومیت و مالکیت این دریا هنوز در اختیار مردم ایران و مردم روسیه است. حالا این مالکیت به صورت مشاع هست. از اینجاش بایستی ببینیم که کجاش مال ایران میشه و کجاش مال دیگری میشه. این مشاع بودنش درست مثل این هست که من و شما یک زمین رو خریدیم با هم، حد و ثغور اون رو تعیین نکردیم، این زمین متعلق به من و مال شما هست، ما میتونیم به هم دیگه بفروشیم، ولی اگر خواستیم به دیگری بفروشیم یا باعث رضایت اون طرف دوم رو، طرف شریک خودم رو جلب کنیم، یا اینکه اون کسی رو که ما بهش این رو میفروشیم هنوز هم به صورت مشاع صاحب این ملک میشه. من میتونم برم مثلا از 6 دانگ زمین خودم یک دانگش رو به دیگری بفروشم، ولی این دیگری نمیتونه بیاد و به اصطلاح از بگیم مثلا 6 دانگ کل زمین هست، از 6 دانگ 3 دانگش مال من هست، 3 دانگش مال روسیه هست. من میتونم برم یک دانگ خودم رو به دیگری بفروشم، ولی اون طرفی که این یک دانگ رو خریده نمیتونه بیاد به روسیه بگه آقا جون من یک دانگ رو خریدم و بهترین منطقه شو میخوام. خب آقای نیساری، من الان دارم این نقشه رو نشون میدم. بله. تا اون وقتی که من یادمه خیلی هم معلم جغرافیای خوبی داشتیم، آقای حکیم لایی. بله. به ما یاد داده بود که شما یه خطکش بذارین روی نقشه.
و از این ور مرز زمینی به این ور مرز آبی خط بکشین، این مال ماست. بعدم میگفتن که خیلی هم خوبه چون قسمت عمیقش هست، ماهی های خاویار رو نمیدونم فلان خوب هست، چنین و چنان. الان من سوالم اینه، شما این ای کاش خط میکشیدین برای ما، میگفتین که چی شده اینا کجا میخوان چیکار کنن. یعنی شما، من باز دارم سوالمو میپرسم، سمت راست ما ترکمنستان، سمت چپ ما آذربایجان، یعنی شما میگی دریایی که بغل کشور اوناست اونا مال ما هست؟ حالا اون موقع شوروی بوده، حالا راشا، حالا شده آذربایجان، ترکمنستان، اینها. من اینو متوجه نمیشم. اینا بله بله. من درست دقیقاً همین رو به شما میگم. ببینید، اینها اومدن ادعا کردن که این دریا نیست، سی هست. چیز این به اصطلاح دریاچه نیست، دریا هست. و ربطش میدن به این که این به آبهای آزاد دنیا مربوط هست. آبهای آزاد دنیا فرق میکنه با دریاچه‌ای که محصور هست. ولی حتی اومدیم و محصور نبود. البته محصور نیست، را داره. آقای نیساری، محصور نیست، را داره. خود من رو نمیدونست. بله، یک رودخانه تمام چشمه‌ها به دریاچه ها بست میشه، ولی دریاچه باید ابروشون از یک جا بیاد. ولی این دلیل نمیشه که به اون آبهای آزادی که ما بستش رو داریم بکنیم خط بشه. مثال براتون میزنم. ببینید، یک وقت شما دریاچه رضاییه رو در نظر بگیرید. خب بله. این دریاچه رضاییه مالکیتش مال ایران است. حالا حساب کنید که عرض این دریاچه مثلا 70 کیلومتر است و طولش هم 70 کیلومتر است. کدام نیرویی، کدام به اصطلاح مملکتی میتونه بگه آقا جون دور تا دور این دریاچه رضاییه فقط 15 کیلومترش مال ایران است، وسطش که از این بر 15 کیلومتر بزنیم، از اون بر 15 کیلومتر بزنیم، اون وسطش مال به آبهای آزاد دنیا است. میشه همچین چیزی؟ خب نه، اون تکلیفش معلومه چون همش آفره. داخل کشوره. آفرین. بنابراین این یک ملک مشخص شده، دریاچه مشخص شده است از لحاظ ملکیت، خاک این مشخص شده است. اگر دولت روسیه پس فردا بیاد بکنتش نمیدونم آذربایجان فلان، آذربایجان فلان، این به ما ربطی نداره. بایستی از سهم خودش به اینا بده. اگر اومد سدانگ خودش رو خواست به کسی تقسیم کنه، باید از دانگ ایران بده. من متوجه هستم نقشه‌ای که شما میکشید، ولی بحث من این است که این خطی رو که این طرف و اون طرف دریاچه کشیدید، تفاوت در قانون مالکیت میتونید از آقای لطیف زمانی بپرسید که الان فکر کنم اینجا باشن. در قانون مالکیت همه اینها لند شناخته میشه، خاک شناخته میشه. بنابراین اون مرزی رو که شما دارید خط کش میذارید، خیر، باید این خط رو برید دور تا دور دریای مازندران تا اونجایی که با روسیه به موافقت برسیم، که هنوز نرسیدیم، اگر بخوام تقسیم اراضی کنیم. خب شما همینجا صبر کنید، شما همینجا صبر کنید آقای نیساری. خود شما میگید چون دریاچه رضایی توی ایرانه، کسی نمیتونه بیاد دورش بکشه بگه، ولی از اینجا میگید چون این دریای مازندران حصار باید بکشن یا برن دورش. خب اون که تو قسمت روسیه است که. نه خیر، من نمیگم حصار بکشید، من میگم که حساب بکنید. شما یه برای یک لحظه فکر کنید که این دریای خزر اصلا یک قطره آب درش نیست. خب من میگم این خاک درش، آب درش نیست و این خاک هست. آیا این خاک که جز ایران هست هنوز شما از این بر خط میخط مستقیم میکشید یا میرید دور تا دورش؟ من فکر کنم مستقیم بکشیم، چون اونا هم همینو میگن. اونا هم میگن خب این تو زمین ما نه خیر، مالکیت داریم. بله. ما قرارداد داریم، ما سند داریم. خب حالا چون اجازه بدید، چون صحبت از سند میکنید، آقای سلیمانی نوشته که خود روسیه هم از این قرارداد پس از گلستان و ترکمنچای خوشنود نیست، چون فقط 19% از دریای مازندران را حالا در اختیار داره و ما پس از 2 معاهده ننگین هرگز کنترلی بیش از 11 مایل برای ماهیگیری نداشتیم. ضمناً چون شما صحبت از آقای رضا پهلوی کردین و اون عکسی که من نشون دادم که گفته اگر میخواین
آزادی و اینها باشه، برید دنبال جمهوری و اینها. آقای خوشنودی که همشهری من و شما هستن خیلی قشنگ نوشتن که همین شازده موزیانه میاد میگه سوال میکنم، جمهوری صدام بهتر بود یا پادشاهی دانمارک؟ جمهوری اسلامی بهتر است یا پادشاهی انگلیس؟ یعنی مثال های جمهوریش هم برای گم کردن و فریب مردمه، یعنی تاییدی است بر صحبت های شما که این آقای شازده هرچی میگه حقیقتا دروغ، هرچی میگه فقط حرفیه که یه عده رو راضی نگه داره تا بتونه امروز رو به فردا برسونه و باز هم یک پولی از پول این مردم بیچاره یا پولی از اونایی که دزدیدن و آوردن بیرون، این باز هم خودش هم مادرش تلکه کنه. و خیلی خوشحالم که شما میگید اینا رو پالانی، من میگم پولوی. بفرمایید، باز با شما هستیم. بفرمایید. درست، من قبل از یادم بره، ایشون فکر میکنه که میاد رئیس جمهور ایران میشه دور به نیرنگ، بعد مثل این به اصطلاح رئیس جمهورهای کشورهایی که 50 سال هست رئیس جمهور هستن، ایشون رئیس جمهور میمونه. بله، رئیس جمهور دائم العمر. ببینید، مسئله دریای خزر و اینی که روسیه 20% میگیره همچین چیزی نیست. تمام سرمایه گذاری های روسیه بر روی گاز و نفت و غیره و به اصطلاح علمی که و تکنولوژی که در این به کار برده در آذربایجان، ترکمنستان، نمیدونم قزاقستان و جای دیگه، اینا متعلق به روسیه است. این اشتباه هست که ما فکر کنیم روسیه 19% شما رو گرفته. خیر، روسیه با این کار در حقیقت 80% منابع اون وسط رو گرفته و کرده به اسم خودش. هیچ شکی در این نکنید. بنابراین وقتی که ما صحبت از مالکیت میکنیم، مالکیت زمین میکنیم، این مالکیت منابع زیرش، منابع روش، تا بری به آسمان هفتم برسی و از اون طرف هم به قهر زمین برسی، این مالکیت صادق هست. بنابراین مثلا کشور غریبه ای نمیتونه بیاد زیر ایران تونل بزنه و بگه زیرش رو ما زدیم و ملت ایران دستش نمیرسه، این مال ما هست. ملت ایران و دولت ایران هم 100 سال هست که به اصطلاح دست نشانده غیر مستقیم کشورهای بیگانه هست. خب شما گفتید که اینا به موقع شکایت نکردن، چون خود شما گفتید که اگر کشوری عوض میشه رژیمش، اون کشورها میتونه یا تقسیم میشه میتونن شکایت کنن. اینا اون موقع شکایت نکردن. الان کی چه شکایتی شده که باز سر صدای دریای خزر یا دریای شمال بلند شده و آقای احمدی نوشتن که سلام آقای سوربی، دریای خزر بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود ولی امروز اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته، طبق قانون کنوانسیون سازمان ملل تمام کشورها به اندازه وسعت خاکش در ساحل دریا متعلق به اون کشور است، فقط مرز تالوک که وسط آب است متعلق به همه کشورهای ساحلی. بفرمایید. ایشون 100% اشتباه میکنن. ایشون کنوانسیون رو نخوندن و کنوانسیون میگه که آقا اگر کشوری عوض شد و تغییر کرد، کشورهایی که اومدن جایگزینی شدن بایستی اعتراض خودشون رو رسما اعلام کنن. هیچ اعتراضی که نشده، هیچ، حتی تمام قراردادها و موافقتهای بین روسیه گذشته و ایران رو پذیرفتن و امضا کردن. این چه حرفیه که ایشون از خودش در میاره؟ اون کنوانسیون رو من خوندم، ایشون هم خونده. چطور است که برداشت من همچین چیزی نیست و برداشت ایشون هست؟ بنابراین من مطمئن هستم که ایشون اشتباه میکنه و موقعیت دریای شمال کاملا متفاوت هست با موقعیت آبهای آزاد، کاملا متفاوت هست با ملکی که به اصطلاح مالکیتش مشخص نیست. این مثلا اقیانوس آرام یا دریای هند، اسمش از دریای هند ولی تعلق مالکیت به کسی نداره. مثلا دولت هند و اون عمان و یا هر کسی که اون طرف آب هست، قراردادی بین اینها نیست که آقا این مالکیتش بین این دوتاست. در صورت که در رابطه با دریای شمال ایران قرارداد نوشته شده و پذیرفته شده و موجود هست که کشورهای گذشته این رو امضا کردن، ایران هنوز سر جاش هست، دولت روسیه، مردم روسیه، کشور روسیه درش تغییراتی ایجاد شده، اونها بر اساس قرارداد 1969 کنوانسیون وین حق داشتن اعتراض کنن، نه تنها اعتراض نکردن،
بلکه کلیه قراردادهای مربوط به دریای خزر و هر چیز دیگر رو که روسیه با کسی امضا کرده پذیرفتن و رسما امضا انداختن، تایید کردن، رکتیفیکیشن کردن. بنابراین نمیتونه در بیاد بگی که آقا جون همچین چیزی نیست. من میگم هست به عنوان یک ایرانی و دیدم که هست. اگه لطف کنید این چیزایی رو که میگید، قراردادی چیزی اگر نوشته ای هست، مدرک وبسایتی چیزی هست، روی فیسبوکتون بذارید، چون من در حین برنامه با شما دارم صفحه فیسبوکتون رو نشون میدم، فرزاد نیساری دوستان. بایستی برید لطفا اون رو اونی که دوستان هست نرید، برید رو اون یکی دست فرزاد نیساری. آها خب همین میخواستم بگم، دوستان آقای نیساری دو تا، وقتی اسم فرزاد نیساری رو می‌نویسید دو تا فیسبوک میاد که به نظر من خود این یکم مشکل ایجاد میکنه، ولی اونی که فرزاد نیساری هست میگن روی اون، حالا من نگاه میکنم اون رو هم نشون میدم. در هر صورت این مسئله اجازه بدید بذاریمش به بحث و گفتگو و دوستان وقتی که شرکت کنن تو برنامه آینده بیشتر صحبت میکنیم. فقط یه موضوعی رو شما گفتید خیلی قشنگ، گفتید که 57 سال حکومت، حالا من اینم اضافه میکنم، 57 سال حکومت دو تا پادشاه در قرن 20 به قول شما ملتی رو پرورش داد که خود این شاه و لایه احمق میگن ملت احمق بودن و به اصطلاح دست چپ و راستشون رو بلد نبودن چنین و چنان. و خود شما باز گفتید که مسجد درست کرد و نیزاش به اصطلاح 4 حزب و اینها باشه و بعضی از دوستان نمیدونن، هی میگن سپاه دانش سپاه بهداشت، خبر ندارن که در زمان شاه سپاه دین درست شد. دوستان برید مطالعه کنید و من یه بار دیگه اون عکس رو نشون میدم که شاه هم پیشنمازی کرده، هم حج رفته، هم فکر لبنان بوده، هم عید قربان نگرانیش این بوده که مسلمونا به عید به لبنان کمک کنن و الی آخر. ضمناً دوستون آقای اکبری نوشتن وقتی یک همسایه فوت میکنه اموال او بایستی بین فرزندانش تقسیم بشه و نه اینکه اموال همسایه خودش را هم تقسیم کنند. من متوجه نمیشم، شما متوجه میشید که این جمله معنیش چیه؟ بله آقای اکبری، ایشون هم شیرازیه، یکم کاکو جون ساده تر بنویس تا من متوجه بشم. من فکر میکنم که منظور ایشون این است که دولت روسیه فوت کرده، خب حالا اومده اموال همسایه‌اش که ما هستیم میخواد تقسیم کنه. شادم به شما داره میگه که دولت روسیه فوت شده، اموالش رو داره به بچه‌هاش میده که قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و اینها هستن و ما که همسایه‌اش هستیم نباید بگی. آقا اینو واضح بنویسی آقای اکبری، خیلی ممنون. یا با آقای نیساری تماس بگیرید و با هم باشید. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. بفرمایید. زنده و پیروز. ببینید خب ما چه کار کردیم؟ ما یه اعتراضنامه رسمی رو نوشتیم و اون مفادی رو که در این رابطه فکر میکنیم از منافع مردم ایران دفاع میکنه رو در 10 ماده به فارسی و به انگلیسی پیاده کردیم و من لینک این رو اگر اجازه بدید در همین برنامه شما وارد میکنم و بینندگان میتونن به این لینک رجوع کنن. چند تا لینک هست، یکیش این هست که تمام اون به اصطلاح اعتراضنامه‌ای که نوشتیم روشن میکنه، یکی دیگرش نظرخواهی است. در حقیقت نظرخواهی نیست، ما درخواست این کردیم از هموطنانمون که برای اعتراض به اون لینک برن و اعتراض خودشون رو تایید کنن. مثلا در اون چند ساعت اول که ما این لینک رو گذاشتیم 20 نفر نوشتن که آقا ما با این اعتراض موافق هستیم، یک نفر نوشته که آقا من مخالف هستم. چقدر جالب هست، یعنی ما در بین خودمون کسانی رو داریم که حاضر هستن راحتی و دو دستی مال مردم ایران رو بذارن توی سینی و بدونی که به جنگن تحویل بیگانه بدن. خب فکر نمی کنید که اشکال از اینیه که شما یه چیزی رو به رأی گیری میذارین که ببخشید اینو میگم، اصلا چنین چیزی نباید به رأی گیری گذاشته بشه. رأی گیری نیست آقای سوربی، کاملا درست میفرمایید. رأی گیری نیست. ما درخواست کردیم که همکار به پشتیبانی از ما اعتراض کنه. آها اوکی. بله در هر صورت من مثلا فکر میکنم اگه قرار باشه همه چی رو به نظرخواهی و اینا بذارن مشکلاتی ایجاد میشه. مثلا فکر کنید که دولت آمریکا یا یه دولتی بخواد خیلی مردمی باشه بیاد بگه که مردم مالیات میخواین بدین یا نه. خب همه میگن نه، اون وقت اگر گرفت نشون میده که برعکس مردم. ولی میشینن دولت مردان چون قراره که نماینده مردم باشن میشینن
قوانین رو میذارن که به اصطلاح شهروندان بر اساس اون قوانین بتونن توی این منطقه مالیات بدن، از پرداخت مالیات و خدماتی که بهشون میشه استفاده کنن، مدرسه، جاده و الی آخر. من ساکت میشم، حدود 10 دقیقه دیگه بیشتر به پایان وقت باقی نمونده. دوستان، با آقای فرزاد نیساری هستیم و دو تا فیسبوک ایشون رو نشون دادم، یکیش هست فرزاد نیساری دوستان، یکیش فرزاد نیساری. روی همین که فرزاد نیساری هست الان میبینید که نوشتن ایرانی بیدار باش، پیش از قبول هر اتحادی باید دوست و دشمن را بشناسیم، که کاملا درسته. آزادی و استقلال ایران در گرو مردم سالاری و مردم شاهی ایرانیان است. سنگ محک درستی و نادرستی مبارزین و دادخواهان ایران اون قسمتاش دیگه خونده نمیشه، چون رفته زیر این چیزا. به نظر من باید این عکس‌ها رو جوری درست کنید که جا بگیره، و یعنی جایی جا بگیره که بشه بخونید. ولی یه سوالی من دارم. من ببینم که توی فیسبوک شما روزای مختلف درخواست میشه یا فراخوان از مردم، بعد متاسفانه عکساری که میبینم مثلا میبینم 4 تا آدم بازنشسته رفتن بیرون. ببینید اینا حتی اگه خانواده های اینا میخواستن بیان، خب 4 تا 5 نفر باید 20 نفر باشن. فکر نمی کنید من وقتی 12 مرداد فراخوان بذارم، 13 مرداد فراخوان بذارم، اون یکی دیگه 14 و 15 بذاره، اون یکی 16 و 17 بذاره، این میشه که مردم نمیرن؟ اگه برنم عکسا به این صورت دلخراشه، 4 نفر اینجا، 5 نفر سوئد، 50 نفر نمیدونم آلمان، و آخوندم میخنده میگه نگاه کنید اینا توی لس آنجلسی که مثلا اگر گوگوش میاد 10,000 نفر بلیت گیرشون نمیاد، اینا ببینید 10 نفر رفتن اونجا، تازه هر کنشون هم سعی میکنن قیافه های خودشون تغییر بدن که شناخته نشن. فکر نمی کنید فراخوان های زیاد، هر کسی یه فراخوان دادن، هر کسی یه نظر خواهی دادن و اینها، این لوسش میکنه به اصطلاح اون، ببخشید متوجه میشید من چی میگم، به اصطلاح جدی بودنش؟ بله من ساکت میشم، شما بفرمایید. ببینید متوجه هستم که شما دقیقا چی میگید. درست زمانی که زمزمه مسئله دریای شمال ایران پیش اومد، قبل از اینی که چیزی امضا بشه، و من قبل از اینکه یادم بره توضیح بدم که حتی اگر قراردادی رو دولت ایران امضا کرده باشه، حق چنین امضایی نداشته، و به صورت قانونی چه از لحاظ قانون بین المللی چه از لحاظ قانون به اصطلاح مرامنامه و قانون اساسی ایران که شما درست میگید اینها کاملا زیر پا گذاشتن و غیر و غیره و چکشون هم نمیگزه، اینها هم درست مطابق قوانین بین المللی هر گونه قراردادی رو چه آقای روحانی چه هر کسی که نمایندگی از مردم ایران داره قابل قبول نیست و از لحاظ قانونی مشروعیت نداره، مگر اینی که رئیس جمهوری در یک آزادی، در یک به اصطلاح انتخابات آزاد بیاد جلو و به مردم، به اونجوری که ما در غرب بهش میگیم مندیت، به مردم بگه آقا جون میخواد بیاد رئیس جمهور بشه که دریای خزر و دریای شمال رو لا بده. یعنی فقط در این صورت هست که امکان داره یک همچین اجازه از مردم ایران بگیره، وگرنه در حال حاضر هر کی که میخواد باشه، خامنه‌ای باشه، نمیدونم شورای نگهبان باشه، حتی اگر مجلس شورای ملی ایران این مسئله رو ثبت کنه و امضا و تایید کنه، یک همچین دادن حقی مشروعیت قانونی نداره و ما این رو از دولت روسیه پس میگیریم. حالا اینی که حق و حقوق به اصطلاح کشورهایی که دور تا دور مرز، دور تا دور این دریا هستن رو به چه ترتیبی حل بکنیم، اون بسته به مردم ایران هست و تیم به اصطلاح ایران خواه و ایران مدافعی که در برابر این همسایه‌ها بشینه و تصمیم بگیره چجوری با اینها کنار بیاد، که آیا به اینها منفعت بالای آب رو بده و منابع زیر آب رو نگه داره یا یه جوری تقسیم کنه. ولی این دولت با این حرکتی که کرده، مادامی که اجازه مردمی و کامل مردمی نداره، هر ایرانی در هر جای دنیا که هست از این دریا سهم داره و میتونه رسما در کشورهای حتی خارجی و غربی شکایت نامه بر علیه اینها به دادگاه الهی تقدیم کنه. و بحث ما و خواست ما از مردم این است که پشت ما بیان کمک کنن، پشتیبانی کنن که ما بتونیم این کار انجام بدیم. در رابطه با اجازه بدید آقای نیساری، اجازه بدید چون آقای اکبری ازش خواهش کردم و ایشون لطف کرده جواب نوشتن، من اینو بخونم. نوشتن که آقای نیساری متوجه شدن همسایه شمالی ما شوروی فوت شد، اموال خودش را بین وراز تقسیم کرده، آنها اجازه نداشتند از سهم ایران هم بین بچه‌های خودشان یا بچه‌های خودش تقسیم کنند. یعنی ایشون هم با شما همراهه تا
که فکر یعنی باور بله. در صورت من چون اصلا خبر ندارم نمیدونم، فقط یه بار آقای آریانپور به ما گفتن تو برنامه، چون ایشون تو بندر پهلوی خدمت کرده، چون ایشون تیمسار دریا نیرو دریاییه، دریادار هستن، ایشون گفتن که همون زمانی هم که به ما آموزش میدادن میگفتن بهترین راه همینه که از این گوشه مرزی ایران، خاک ایران، به اون گوشه خاک ایران یه خط تصویری بکشیم، انقدرش مال ماست. میگفتن حالا اگه نقشه ایران رو وقتی چاپ میکردن خلیج فارس بود و دریای خزر اون بالا، هیچ وقت ننوشتن که این کنار شورویه، این طرف شورویه. متوجه میشید کدوم نقشه رو میگم دیگه؟ نه بله 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 آه. بله ببینید، در زمان حاج محمد رضا پهلوی یا پالانی، من یادم هست که خود به اصطلاح افسران عالی رتبه‌ای که در در فرماندهی و ستاد به اصطلاح افسران مثل از سرهنگ بالا رو، افسران رتبه بالا رو، بله افسران ارشد یا تیمسارا ارشد رو در تربیت می‌کردن، چون من توی قسمت آموزشی بودم و برنامه‌های آموزشی اینا رو 4-5 نفر بودیم می‌نوشتیم، به لحاظ اینکه کیو دعوت کنیم کیو دعوت نکنیم، خب گاهی وقتی می‌شستیم پای صحبت اون بالا به اصطلاح پروژکتور کار می‌کرد، ما اون پشت نشسته بودیم و اینها که صحبت میکردن، اینها میگفتن آقا جون هواپیمای دشمن وارد خاک هوایی ایران شده، اینها جرأت نمیکنن بزنن، جرأت نمیکنن سوال کنن، جرأت نمیکنن درخواست کنن که این پیاده بشه و چرا به مرزهای هوایی ایران به اصطلاح تجاوز میکنه. از یک همچین کسانی انتظار بیش از این نیست. همونجور که گفتم در 57 به اضافه 40 سال گذشته، ما در سرزمین ما دولت‌هایی که مردم سالار باشن و مردم شاه باشن نداشتیم، بنابراین انتظاری جز این نمیتونه از اونها داشت. وگرنه اگر ایرانی بودن مطابق اگر کریم خان زندی بود، اگر نادر شاهی بود، به دهن اینها میکوبید. این هست که ما نمیتونیم بگیم که چون اونها همچین خطی میکشیدن ما هم بایستی با اون خط. نه خیر، سند تعیین کننده هست. شما زمین اگر در جای در ایران دارید، هر کسی که رفت روش کار کرد، هنوز اون زمین مال شماست، مالکیت اون مال شماست، چون سند در دست شماست. سند دریای خزر، دریای شمال، دریای کاسپیان، دریای مازندران، دریای گیلان در دست مردم ایران هست، نه در دست دیگری. آقای نیساری از شما ممنونم. چون 3 دقیقه بیشتر به پایان وقت نمونده، اجازه بدین به عنوان تشکر از دوستان بخونم نوشته هاشون. آقای خوشنودی میگن مشکل ملک مشا یا مشا همینه که حد و مرزی بین شرکا، حد و مرز بین شرکا مشخص نیست. آقای سلیمانی میگن در دنیا 205 کشور هست که طبق نظر سازمان ملل فقط 38 کشور انتخابات دموکراتیک کامل دارن. پس تمام قراردادهای بقیه کشورهای جهان، هر عهدنامه و قراردادی بستند، بی ارزش می شود. با اعتراض مردم آسهار می کنند. هرگز اینطور نخواهد بود. غربی ها حکومت های چین، روسیه و ور را هم دموکراتیک نمی دانند. پس همه قراردادهای آنها هم باطل است یا نه؟ البته قراردادی که بین ایران و چند کشور بسته شد و آمریکا به وسیله ترامپ شارلاتان به اصطلاح زیر این برجام زد، نشون میده که اینا حتی برای نوشته های خودشون، برای رئیس جمهورهای قبلی خودشون احترام قائل نیستن. و چه باید کرد باز میمونه. ضمناً شما وقتی میگید ما شکایت میکنیم به دادگاه لایحه و سازمان ملل و اینها، متاسفانه اینها تا الان نشون ندادن قدرت اجرایی داشته باشن، با وجودی که قطعنامه صادر میکنن. شما ببین همین الانی که من و شما اینجا نشستیم، ترامپ میاد نمیدونم تصمیم میگیره فلان تپه‌های بلندی‌های جولان رو میده به اسرائیل، اسرائیل هم برای که خوش خدمتی کنه فلان تپه رو به نام ترامپ میکنه و یک اصلا یک بلبشوی را افتاده که نگو و نپرس. من از شما ممنونم. بله بفرمایید، خیلی خلاصه بفرمایید. اگه اجازه بدید یک دقیقه من صحبت کنم. ببینید، ربطی به اینی که دولت ایران غیر قانونی هست یا با استثمار و استعمار و یا هر چیزی بر ایران حکومت میکنه نداره. این مالکیت، مالکیتی است که بر اساس سند بین دو ملت نوشته شده. قوانین بین المللی حامی صاحبان پیشین اون هست
قوانین درون ایران حامی پشتیبانان گذشته اون هست، صاحبان اون هست، و بنابراین به لحاظ قانونی همچین امضاها و قراردادهایی قابل قبول نیست. اینی که مثلا دولت روسیه بیاد لشکرکشی کنه و به زور اونجا رو بگیره یه بحث دیگه است، ولی به لحاظ قانونی همچین نوشتار و قراردادهایی قبول کنند نیست. ما به این ما مسئلمون این نیست که دولت ایران سرکوبگر هست یا آدم میکشه، که قانون اساسی ایران، قانون عرف مشا و زمینهای مشا و قراردادی که بین ایران و روسیه قبلا بوده و به اضافه اون قراردادهای بین‌المللی که پس از اون امضا شده، هیچ کدام اجازه بستن چنین قراردادی رو مگر اینکه آحاد مردم ایران بپذیرن به هیچ کسی نمیده. بس اینه. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید، تشکر میکنم از شما، امیدوارم در برنامه آینده هم با شما باشیم. ضمناً شما در رابطه با این گفتید که اگر یک کسی سند داشته باشه این زمین مال اونه، من ممکنه اشتباه کنم، مطمئن نیستم. توی آمریکا یه قانونیه که اگر یه نفر 10-15 سال گویا یه جایی کار کنه، حتی بین همسایه ها میگه اگه شما رفتی توی حیات همسایت فنس یا نردت اونجا گذاشتی و این 10 سال یا 15 سال اعتراض نکرد، اون قطعه زمینه مال شما میشه. و من به نظرم اینم یک کم مسخره میاد. اگه دوستان در این رابطه چیزی میدونن به ما بگن ممنون میشم. ضمناً ایشون نوشته که دادگاه لایه رأی به مصدق و حتی جمهوری اسلامی داد ولی قدرت اجرایی ندارد. ایشون هم با من هم عقیده است. آقا ممنونم از شما. من عکس فیسبوک دوتا فیسبوک شما رو نشون دادم، احتمالاً دوستان با شما تماس میگیرن، لطف کنید دنبال کنید، باشون در تماس باشید و اگر چیزایی رو که میگید یا لینک و اینهای هست بذارید روی فیسبوک، منم میگیرم چون فالوور شما هستم. و یه چیزی بگم در آخر که هم خوششوخیه هم مزاحه، شما نوشتید محمد رضا پالانی، یکی از این شاه اللایا نوشته اگه منظور شما شاهنشاه آریامهر است، یعنی اینا انقدر احمقن که خودشون قبول دارن که محمد رضا پالانی همون شاهنشاه آریامهره و الا شاید شما به محمد رضایی که گفتید مثلا همکلاستون بوده. در اصل ممنون و متشکرم. به قول آمریکایی‌ها keep up the good work، یعنی به کارتون ادامه بدید. امیدوارم دوستانم با شما تماس بگیرن. خیلی ممنون که با ما بودید، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. سپاس از شما و بینندگان گرامی. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم، ایشون روی فیسبوک خیلی فعال هستن، شما باشون تماس بگیرید. خانم دکتر جیلانی هم از فرانسه میگن در مورد زمین کشاورزی هست که روی آن زمین 15 سال کار شده باشه، به اصطلاح اون کسی که کار کرده میتونه بیاد ادعا کنه. اینو که من میگم، من چندین سال پیش رفتم یه جای ماشین بخرم، بعد طرف گفت که بیا اون ور، گفتم اون ور که مال راه آهنه، گفت نه من چون رفتم اون ور نمیدونم چی کشیدم و اینا، الان دیگه مال منه. اتفاقا با راه آهن، خب میدونید خیلی صاحب زمینای زیادی تو آمریکا هست و وکلای خیلی قوی داره، ولی این گفت راه آهنم نتونسته با من در بیفته و کم کم دارن قید این زمینو میزنن و زمینه به من میدن. خانم جیلانی خیلی ممنون که با ما هستید، امیدوارم حال خاله شما بهتر شده باشه و شما هم بتونید با ما باشید. و بله، آقای سلیمانی میگن این قانونه بهش میگن grandfather clause، دقیقا همینطوره، یعنی اگر یک کسی رفت یه جایی عمران آبادی کرد، ساختمون حتی ساخت و کسی نیومد تا 15 سال 10 سال یه قانونی داره اعتراض کنه، اون زمین پریده و میره به طرف اون ولی. دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و ازتون خواهش میکنم اگر میتونید حمایت کنید. من باور کنید بعضی وقتا واقعا تعجب میکنم که چرا دوستان حمایت نمیکنن. این تعجب منو بشکنید و حمایت کنید. الان نوشتم اینجا paypal.me/ یا ممیز مردم تیوی، دیگه از این ساده تر نمیشه. پیپل خیلی معروفه، شما لازم نیست که حسابم داشته باشید توی پیپل، میتونید از بانک یا از دبیت کارتتون بدون داشتن حساب استفاده کنید. فکر کنم فقط موقعی که میخواین از کردیت کارت استفاده کنید لازم هست که داشته باشید. بالاخره داشتن پیپل لازمه، ضمن این که
بعضی وقتا هم یه نفر که کمک میکنه به ما، اون دو سه روز پول رو نگه میداره، بعد احمقا پول رو بر میگردنن. میگم این داماد این شالاتان میلیاردها دلار دارن زیر رو میکنن، پولشویی میکنن، کسی نیست. ولی یه نفر 50 دلار حمایت میکنه تلویزیون ما رو، اون میشناسین، ما رو میشناسین، اینو یه سه روزی معطلمون میکنی، بعدم پولا رو برمیگردونی. اونایی که حمایت کردین و برگشته به شما، لطف کنید دوباره زحمت بکشید، من پیشاپیش از شما ممنونم. میگن به خاطر همین قانون است که هیچ زمینی در آمریکا پیدا نمیشه که بدون حصار باشه. یعنی طرف اگه میخواد زمینشو نگه داره، کلی پول خرج میکنه، حصار میکشه و یا سر میزنه که اگر کسی آمد و اونجا رو ساخت بتونه شکایت کنه. دوستان عزیز ممنون و متشکرم که با تلویزیون مردم بودید و هستید، امیدوارم با تلویزیون مردم خواهید بود. و امروز ما روزهای دوشنبه معمولا با آقای پرویز مینویی برنامه داریم. از روزی که من رفتم مسافرت بهشون گفتم هم تابستان هست و هوا گرم و مردم مسافرت و منم یک سفری در پیش دارم، ایشون هم گفت خب من هم یک بریکی میگیرم. و من میگم خیلی به دوستان زنگ نمیزنم، تماس نمیگیرم، آقا برنامه میخوای داشته باشی یا نه، شماها اگه خواستید تماس بگیرید بهشون یادآوری کنید یا خود ایشون تماس بگیره که ما برگشتیم. ما خیلی فروشنده بدی هستیم، یعنی تو چیز به اصطلاح کارمون خوب نیست، توی سلزمن بودن. آقای نیساری اینجا نوشتن که فرم امضای اعتراض نامه بین المللی جلوگیری از تجزیه ایران دریای کاسپیان، این شکوایی بعد از امضا به سفارت روسیه و سازمان ملل و دادگاه لاهه ارسال می‌گردد. با زدن کلیک روی این لینک وارد سایت گوگل شوید و با انتخاب یکی از گزینه‌ها در این همه پرسی شرکت کنید. ما با هم معنا می‌دهیم. بذارید من اینو الان کلیک کنم، با وجودی که از وقتمونم گذشتیم، ولی اگه اشکالی هست ببینید. باز همین، ببینید این فرم نباید نظرسنجی باشه، این فرم باید فقط اعتراض باشه. اینجوری که شما نظرسنجی اسمش رو میذارید، یه نفر مثل سوربی هم که واهرد نیست میاد میگه خب آقا اونا هم سهمشونه، ترکستان که نمیتونه دور بزنه بیاد از تو ایران ماهی بگیره. ببینید شما باید اونایی رو که مثل شما فکر میکنن پیدا کنید، همراه کنید. متاسفانه این آزاد منشی ما بعضی وقتا کار دستمون میده. دوستان همه چیز نباید شورای اجرا بشه، همه چیز نباید به صورت نظرخواهی بشه. یه مثال براتون بزنم، فردا امتحان کنید به پسرتون، به دخترتون، به نوتون بگی بابا من میخوام نظرخواهی کنم، تو میخواهی مدرسه بروی یا نه؟ اون وقت ببینید چه بلای بزرگی سر خودتون آوردی با آزاد منشیتون. گاهی وقتا دیکتاتور بودن در بعضی رشته ها کافی و به اصطلاح باید باشه. شما نوشتید فرم نظرسنجی و امضای اعتراض نامه بین‌المللی به تجزیه ایران، البته خیلی ریزه، خیلی به اصطلاح طولانیه. بعد حالا من میام اینجا، من که تازه تو کامپیوتر 28 اینچی دارم نگاه میکنم مشکله. شما خودتون قبول دارین این روزا بیشتری ها با فیسبوک و ایمیل و اینا، همه با تلفن. حالا البته داریم بعضی هم تلفن هاشون ماشاءالله قد یک نون بازاری یا نون لواش به این بزرگیه، ولی به این ریزی وقتی شما مینویسی، من که با عینک 2020 دارم نگاه میکنم مشکل دارم. شنبه 19 مرداد ماه 1398 من بهتون نشون بدم دوستان، که شما هم ببینید تو صفحه کامپیوتر من این نوشته چقدر ریز دیده میشه. اگر این صفحه کامپیوتر من باشه، این نوشته اینقدره. ببینید شما وقتی میخوان یه چیزی رو منتشر کنید، از دو سه تا آدم بد اخلاق راستگو مثل سوربی نظرخواهی کنید، نفرسید برای دوستان خوبی که روشون نمیاد. ببینید این صفحه کامپیوتر منه، 30 اینچ 28 اینچ کامپیوتر من اینجوری میبینم. بله بلدم این حالا بگیرم اینجوری بزرگش کنم، ولی کی این کارا رو انجام میده؟ میگه آقا ولش کن من میرم یه چیزی رو که میتونم بخونم. حالا من اینو باز میکنم، بذارید 10-15 دقیقه اضافه شد بخونیم و ببینیم.
جنبش ایرانیان همبستگی اقوام شنبه 19 مرداد ماه 1398 خورشیدی برابر با 10 اوت 2019 میلادی جنبش ایران بانان، من خوندم ایرانیان ببخشید، اونم باز به دلیل ریزیشه، جنبش ایران بانان که بخشی از مردم ایران است و به عنوان بخشی از صاحبان اصلی ایران و در پشتیبانی از منافع و حفظ سرزمین های مردم ایران بدین وسیله اعلام می‌دارد: یک، بر اساس قوانین حاکم در ایران دریای کاسپین و دیگر املاک ایرانی که در مالکیت فرد نبوده است به همه مردم ایران تعلق دارد. مالکیت این املاک بر اساس قوانین موجود در ایران به صورت مشاع مالکیت همگانی دارایی جامعه است و بدون موافقت همه سهامداران آن که مردم ایران باشد قابلیت انتقال از هر نوع آن به دیگری صلاحیت قانونی نداشته و عقد هر گونه قراردادی، شما نوشته قراردادی چه کوتاه مدت چه دراز مدت بدون موافقت همه سهامداران آن مردم ایران، دوباره تو پرانتز باید باشه، از رسمیت قانونی برخوردار نمی باشد. یه دو، این مالکیت بر اساس قوانین موجود شامل زیر روی و بالای ملک از قعر زمین گرفته تا روی زمین و آسمان بالای آن را در بر میگیرد. دوستان عزیز، این سواد من به اصطلاح یک کمی کم میاره وقتی اینجاها باید این نوشته دوستان رو بخونم. یه دلیلش فکر میکنم این دوستان چون میخوان توضیح کافی بدن بعض وقتا توضیح زیاد میدن، توضیح زیاد دوستان رو گیج میکنه. شما فکر کنید میخواییم به من نشونه بدین، به جای اینکه بگید آقا وقتی داری میای سمت چپت سینما متروه، سمت راستت سینما پارس، اینجوری من میفهمم خیابون زند رو دارم میرم به طرف بالا، به طرف فلکه ستاد، به طرف فلکه ساعت، هرچی. ولی اگه شما شروع کنی بگی آقا این برد مغازه فروشی اغذیه رزان، اون برد اغذیه فروشی تلاز، اون برد گیج میشم. آقا شما فکر کنید همه مثل سربی گیجن، فکر کنید همه مثل سربی کم سواد هستن، لطف کنید برای کم سوادا بنویسید. میگن خمینی اینجوری حرف نمیزده، خمینی عمدن برای مردم اینجوری حرف زده که مردم بگن ای بابا نگاه کن اینم مثل ما حرف میزنه. دانشگاه باید دانشگاه باشد، اگر دانشگاه دانشگاه نباشد دانشگاه دانشگاه نیست. طرف میگه به چقدر درست گفتا، راست میگه دیگه، دانشگاه باید دانشگاه باشد. مینیبوس کوچکتر از اتوبوس است. ولی شما دوستان چون خودتون بلدین، مثال ساده بزنم، بیاین سر کلاس، دبیر بودم دیگه، اگه روز اول برم آقا همه فرمولای حساب فنی درس فنی رو بخوام به یه پسره که اومده کلاس دهم هنرستان کلاس اصل اول هست بگم این که یاد نمیگیره. دوست عزیز، اول شما باید یکی یکی این باتریه، این ولته، این آمپره، این مقاومته. اینجوری متاسفانه ما پیش نمیریم. وقتی نوشته ای رو میذاریم که این نوشته غلط املایی داره، فوری نشون میده که این ویراستاری نشده، با دیگران در میون گذاشته نشده. ببخشید من اینجوری رک و راست صحبت میکنم، این چیزایی که من میبینم. آقا یه کتاب که میخوان چاپ کنن، این کتابو طرف مینویسه، اول به خانمش میگه اینو مطالعه کن. معمولا خانما میگه مطالعه کردم خیلی خوب بود، برو، برای که وقت نذارم. میبره میده به دوستش، بعد از دوستش میبره یه پول میده به یه نفر ویراستار، اون نگاه میکنه میگه آقا اینی که من خوندم اینجا باید اینجوری باشه اونجوری باشه. بعد سعی کنید کوتاه مفید مختصر باشه، کوتاه مفید مختصر قابل فهم. دیدید آقای اکبری یه جمله نوشته، برای من شک و تردید ایجاد شد. شما این جمله رو فهمیدی چون سواد داری، من بی سواد نمیفهمم. ولی بعد توضیح داد آقا این مرده چرا بیان مال املاک ما رو بدن به اونا. این موقعی هست که من بدونم آقا مال املاک من چقدره، حیات من تا کجاست، در حیاتم بسته باشه باز باشه. ولی یه ماشینی اون وسط بوده، اونم اومده به برادرش گفته آقا این ماشین تو بردار، اون ماشینم من بردارم. همچین که برداشته، حالا ما دنبالش راه افتادیم با پای پیاده که آقا این ماشین مال بابای تو نبود، مال بابای منه. و آقای خوشنودی درست گفت، این ملک مشا و مشا و هرچی اسمشه همیشه مایه دعوا بوده. حتی دهات ایران سر این جوبی که آب بیاره هم برای این هم برای اون دعوا میکردن. اگه از اون بالا دوتا جوب میساختن آقا پول راحت میشده.
مرسی، ممنون که مهمان ما بودید، ممنون که شماها با ما بودید. تعارف میکنن میگن شما صابخونه بودید، ما رو راه دادید. این استیوه کلبر شب میاد میگه آم یور هوست، یعنی من مهماندار شما هستم. بعد میگه چه مهمانداری، شما اومدید منم اومدم. در اصل ممنون و متشکرم. این آدرس رو بر نداشتم، paypal.me و /ممیز یا ممیز مردم تیوی. حمایت کنید، حمایت کنید، حمایت کنید. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون روز چهارشنبه. به احتمال 90% با شما خواهم بود، یه 10% هم بذاریم. هرچی سنمون میره بالا این درصد زیادتر میشه. مریضی سرماخوردگی، آلرژی، افتادن زمین، پا شکستن، یه جا کار میکنیم اشتباه میکنیم، ساعتش درست نمیدونیم، 3 ساعت 4 ساعت تموم میشه، دیر و زود میشه. و همینجوری که شما تق و لق حمایت میکنین، ما شاید کم کم باید شروع کنیم بعد از 20 سال سر ساعت برنامه اجرا کردن، مثل ساعت سوئیس کار کردن، شاید باید برنامه ها رو تق و لق کنیم و مثل شما زرنگ بشیم و بریم دنبال پول در آوردن. مرسی که با ما بودید. به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.